با سلام به شنوندگان و بینندگان این برنامه، امیر هستم و امروز در خدمت خانم میترا صفاری و آقای ارسلان کهنوی پور هستیم و هر دوی شما عزیزان سلام دارم و خوش آمد میگم. اولین بار هست که در برنامه رادیو پیام شرکت میکنید، امیدوارم که در آینده بتونیم بیشتر در خدمتتون باشیم. ابتدا من عذر میخوام از گرفتگی صدا، فصل سرماخوردگی و ما هم بی‌نصیب نموندیم. اگر اجازه بدید آقای کهنوی پور با شما شروع بکنیم. برنامه اخیراً برنامه بود، جلسه بود، بحث در واقع داغی صورت گرفت پیرامون مسئله بزرگ داشته خمینی و مسئله عاشورا. سوالی که مطرح شد و مطرح هستش این که اصولا در اساسنامه این کنگره اومده که کنگره ایرانیان کانادا سازمان غیر انتفاعی، غیر حزبی، غیر مذهبی است که به اساسنامه حقوق و آزادی های کانادا پایبند است. بعد اهدافش هم گفته در این اهداف اصولا تأکیدش بر جامعه ایرانی کانادایی است که سلامت و امنیتشون حفظ بشه، وضعیت برای شغلی، احترام، موقعیت کار و خدمات اجتماعی و غیره رعایت بشه. هیچ کدوم از اینا اون در واقع موضوعی رو که اخیراً مطرح شده رو شامل نمیشه. آیا به نظر شما این نقض قانون اساسنامه کنگره نیست؟ بله، خیلی ممنون از شما آقای امیر و از رادیو پیام برای اینکه ما رو دعوت کردید و خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. خدمتتون عرض کنم که همونطور که فرمودید کنگره ایرانی کانادا به درستی فرمودید که یک سازمان غیر انتفاعی، غیر حزبی و غیر مذهبی هست و اهدافی هم در اساسنامه‌اش اومده که به طور خیلی مختصر اگه بخوایم بگیم هدفش در واقع بهبودی و پیشرفت شرایط و اوضاع جامعه ایرانی کانادا هست. والا این برنامه‌ای که ما گذاشتیم در واقع من باید شاید یه مقدار پیشینش رو براتون توضیح بدم. ما در واقع زمانی که این هیئت مدیره جدید کارش رو آغاز کرد، ما در شاید بشه گفته همون روزهای درست فردای در واقع همون روزی که ما انتخاب شدیم به هیئت مدیره کنگره ایران کانادا، برای ما نامه‌هایی اومد که در مورد این مراسم بزرگداشت خمینی که توسط یک مسجد پاکستانی در تورنتو قرار بود برگزار بشه با فاصله شاید چند روز از همون انتخاب، شاید دو سه روز از انتخاب ما قرار بود برگزار بشه و تقاضاهایی بود که ما در واقع واکنش نشون بدیم و به نوعی اعتراض‌های به این برنامه رو رهبریش رو به عهده بگیریم. ما اولین جلسه هیئت مدیرمون فردای در واقع روز این برنامه برگزار شد و خب طبعا به خاطر نامه‌ای که اومده بود این موضوع رو هم بحث و بررسی کردیم توی دو جلسه متوالی و نهایتا توی همون همزمان وقتی این اعتراض مطرح شد، به شکل عمومی هم مطرح شد، یه بخش دیگه از جامعه ایرانی کانادا در واقع با ما تماس گرفتن و اونا برعکس میگفتن که کنگره ایرانی کانادا نباید وارد این موضوع بشه. این موضوعی مسئله است که حالا از دید اونا شاید حزبی بود، شاید از دید اونا مثلا اصلا وارد شدن کنگره ایرانی کانادا به این موضوع مسئله حزبی دیده میشد، ولی از دید اون کسایی که میگفتن ما باید اعتراض کنیم، خب اونا هم استدلالشون بود که این یک اتفاقی است که داره در تورنتو میفته، در درون کشور کانادا میفته و جامعه ایرانی کانادا ازش متاثر شده و باید در واقع کنگره در وظیفه‌اش هست که عکس العمل نشون بده. ما بر بررسی که توی هیئت مدیره انجام دادیم این بود که البته اینم باید اشاره کنم یه بخشی از اون کسایی که میگفتن که نباید کاری کرد به خاطر اون نگرانی هایی که میدونید حتما خودتون یه بخشی از جامعه ایرانی کانادایی ایرانی کانادا داره، میگن که موضوعاتی که مثلا حساس هست اینجوری اگر مطرح بشه ممکنه برای اعضای کنگره ایرانی کانادا اگه بخوام برن ایران مشکل ایجاد کنه، اگه مثلا بخواد یه واکنشی از طرف این نهاد نسبت به این برنامه صورت بگیره. ما بر توضیحاتی که اون موقع دادیم این بود که به خاطر این دو نوع نگاهی که وجود داره و اعضا به نظر به دو بخش تقسیم شدن تو این مسئله و همه هم خیلی با احساسات نسبتا شدیدی نسبت به مسئله حساس هستن، چه اونایی که میگن واکنش نشون چه اونایی که میگن واکنش نشون ندید، ولی من باز تاکید میکنم هیچ کسی، هیچ فردی از اعضای جامعه ایرانی کانادا با ما تماس نگرفت که بگه که نه این برنامه خیلی خوبه مثلا
بهش اعتراض نکنی. اون کسایی که میگفتن اعتراض نکنی، میگفتن به خاطر که توی به دید از دید اونا در چارچوب کار کنگره نیست که این کار انجام بشه و نگرانیایی که دارن در مورد مسائل سیاسی مربوط به ایران. برای مسئله گذشت، ما در واقع توضیح دادیم که ما نه رهبری این اعتراضات رو به عهده میگیریم و در واقع ما کاری انجام نمیدیم در این زمینه و اینو میذاریم به عهده جامعه که برای بین خودشون مسائل رو به بحث و گفتگو بذارن. ولی بعد از چند ماه این مسئله مراسم عاشورا پیش اومد که این دفعه به این ترتیب بود که احتمالاً شاید حالا اطلاع داشته باشید، یه مراسم برگزار شد توی شهر تورنتو در خیابان یانگ برای روز عاشورا، مراسم سینه‌زنی بود و به هر حال برنامه برگزار شد و مشکلی هم پیش نیامد. پلیس مراقبت کرد از افرادی که برنامه رو برگزار می‌کرد. مراسم دینی همونطور که میدونید توی شهر برگزار میشه، ادیان مختلف و عادیه نسبتاً در مورد تو جامعه کانادا. البته خب من نایده بودم حداقل مراسم عاشورا برگزار بشه، ولی برای مراسم دیگه خب زیاد دیدیم توی مذاهب دیگه. اتفاقی که این بار افتاد این که بخشی از جامعه یا حداقل چند نفر از طریق فیسبوک و روزنامه ها مقالاتی نوشتن، مطالبی نوشتن که اعتراض به این مراسم و توی بعضی از اونا مثلا نسبت دادن که این رو مقایسه کردن با مثلا داعش یا مثلا مسئله این چینی. مواردی مطرح شد که اصلا خب برای یه عده‌ای توهین‌آمیز بود و اونا ناراحت شدن و با ما باز تماس گرفتن، گفتن که کنگره باید نسبت به اون اعتراضاتی که در واقع توهین‌آمیز بوده و آزادی تجمع این افراد رو زیر سوال می‌برده، باید نسبت به اونا اعتراض بکنه کنگره. ما اونجا باز بعد جلسه گذاشتیم که دو جلسه بحث کردیم راجع به این مسئله و نهایتاً حالا یه نامه مفصلی بود نسبتاً که یه نسخه شاید دیده باشین، من میتونم البته براتون بفرستم، ولی به هر حال خلاصش این بود که ما بازم اونجا گفتیم که ما وارد این موضوع نمیشیم. ما کنگره ایرانی کانادا رو وظیفش رو این نمیدونیم که بیاد بررسی کنه فیسبوک و سایت ها رو نگاه کنه یا مقالات رو بخونه و بیاد مثلا بگه که به یه بخش از جامعه یا به افرادی تو جامعه توضیح بده که مثلا این مطلب شما درست نبوده و بیاد یه شکل داوری رو بگیره بین اقشار مختلف جامعه. ما در واقع خودمون رو در اون جایگاه نمیدونیم و کلن ما اعتقاد داریم به مدارا، اعتقاد داریم به آزادی تجمع، ولی این افراد هم حقوقشون در واقع پایمال نشده. این افراد از طریق پلیس حمایت شدن، برنامهشون رو انجام دادن و ما فکر میکنیم اونجا بوده طور مشخص ما مطرح کردیم که فکر میکنیم اگه بخوایم یه کاری انجام بدیم باید یه جلسه گفتگو بذاریم که افراد جامعه بیان راجع به این مسائل با همدیگه صحبت کنن و در واقع اختلافات در سطح جامعه باید حل بشه. با این دید انجام شده. هیچ جایی توی اساسنامه نمیگه که ما نباید وارد این موضوع، یعنی هر موضوعی که در واقع راجع به مربوط به اعضای جامعه ایرانی کانادا باشه کنگره میتونه به اون وارد بشه. کاری که نمیتونه بکنه اینه که برخورد حزبی باش بکنه یا برخورد مذهبی باش بکنه، چون ما غیر مذهبی غیر حزبی هستیم. برخورد حزبی این میشه که ما بگیم نه، ما به خاطر اینکه مثلا حزب لیبرال مثلا این کارو کرده، به عنوان نمونه دارم میگم، ما مثلا ماش مخالفیم با این حزب، یا چون حزب محافظه‌کار این کاری کرده مخالفیم، یا حتی در مورد یک دولت خاص ما فقط به خاطر که با اون دولت مخالفی میکاره انجام میدیم. ولی اگر منافع ایرانی کانادا یا مسائل ایرانی کانادا یا در یک جایی مطرح باشه، ما در مورد اون باید اقدام کنیم با این دید که به هدف حزبی نیست. ولی ممکنه یک حزبی خوشحال بشه، یک حزبی ناراحت بشه، ممکنه یک دولتی خوشحال بشه، یک دولتی ناراحت بشه. معنی غیر حزبی بودن این سازمان اون نیست. به همین ترتیب غیر مذهبی، ما برخورد مذهبی، اگه مثلا ما جواب میدادیم میگفتیم نه، ما مثلا به خاطر اینکه در دین اسلام اینطور اومده ما نباید این کار بکنیم یا باید این کارو بکنیم، اون میشد یه برخورد مذهبی. ما غیر مذهبی هستیم ولی طبعا باید دقت کنیم که ضد مذهبی نیستیم، چون در واقع خودش میشه یه جور برخورد ایدئولوژیک اگه اونطوری بود. ما غیر مذهبی هستیم ولی مسائل مربوط به جامعه ایرانی کانادایی، چه افراد مذهبی هم ممکنه باشن چه افراد غیر مذهبی یا بیدین یا هر چی، همه اینا برای ایرانی کانادایی هستن و مسائلشون به کنگره مربوط میشه. بله، متشکرم برای توضیح جامعتون. البته این بحث شاید به اون حساسیتی که اشاره کردین
حضور چند تن از اعضای در واقع هیئت مدیره این کنگره هستش که رسما تقاضای همچین برنامه رو داده بودن و در یک نامه هم که من دارم از سلام تورنتو از جز تعدادی هستن که از نخست وزیر و وزیر خارجه کانادا رسما خواستن که تحریما برداشته بشه و به هر حال ارتباطات به روال عادی برگرده. یعنی وقتی که نگاه میکنید به مسئله، فقط اگر زاویه‌ای که شما توضیح دادین به نظر من مشکلی درش نیست، مسئله اینی که وقتی که یه مقدار باز میکنی میبینید بخشی از اعضای هیئت مدیره در این راستا دخیل هستن و در یک سیاست هایی در واقع در یک سیاست های مشخصی رو دارن پیش میبرن، شاید همونه که حساسیت ایجاد میکنه. آیا اساسا آیا این کنگره توانایی این رو داره که در مقابل این حرکت ها از خودش عکس العمل نشون بده؟ ببینید ما حتما سوال احتمالا باز از من پرسیده آقای امیر. بله بعد من با شرمندگی البته با خانم صفاری ایشون رو الان بعدش وارد بحث میکنم. بله بفرمایید. نه من سعی میکنم خیلی خلاصه توضیح بدم. اولا که اون نامه‌ای که از طرف 7 نفر امضا شده بعد از روز مجله یا هفته نامه سلام تورنتو چاپ شده، 2 نفر از اعضای هیئت مدیره ما در ظرفیت شخصیشون این نامه رو امضا کردن و این به هیچ وجه هیچ ارتباطی با کنگره ایرانی کانادا نداره. این مسئله باید روشن بشه در وهله اول. ولی خب به هر حال اونا در مقام تصمیم گیری هیئت مدیره هستن دیگه، یعنی به هر حال این نشون میده که موضع گیری این افراد به چه شکله. بعدم وقتی ما صحبت از فعال اجتماعی میکنیم طبیعتا افراد زمانی که وارد به هر حال این موقعیت دارن به عنوان فعال اجتماعی شناخته میشن، وگرنه اگر مثلا اگر رادیو پیام نباشه که امیر مفهوم آنچنان پیدا نمیکنه. یعنی منظورم که اینا یک ارتباط خاصی رو با هم دیگه دارن که توضیح میده. نه درست سالم اون که اون افراد به چه ترتیبی تبدیل میشن به فعال اجتماعی یه مسئله که میشه الورش بحث کرد. من فکر میکنم شاید اگه بخواید میتونید با خود اون افراد، چون در ظرفیت شخصیشون من اصلا در جایگاهی نیستم که راجع به اون عمل توضیح بدم. بله این دو نفر از اون 7 نفر 2 نفر از هستن که در هیئت مدیره کنگره ایرانی کانادا هستن و مثل هر عضو هر در واقع عضو هیئت مدیره دیگه‌ای در تصمیم گیری ها نقش دارن. این که ما بگیم اونها این برنامه رو گذاشته بودن اصلا صحیح نیست. من اون روزم خواستم تصحیح کنم، گفتم به دوستان رو دعوت کنم که برن صورت جلسه های رسمی کنگره رو که در وبسایت ما موجوده بخونن. ببینید کل ایده برگزاری جلسات گفت و شنود توسط هیئت مدیره تصویب شده و بله این ممکنه افراد هم طرفدار گذاشتن این جلسات بودن، ولی میگم کل هیئت مدیرین رو تصویب کرده. حالا ممکنه پیشنهادش رو مثلا حتی یکی از این 2 نفر داده شده، ولی اصلا مهم نیست که پیشنهاد یک ایده رو کی میده. اصلا این جلسه خاص نبوده، کل ایده گذاشتن جلسه گفتشون که من فکر کنم همچنان ما ازش دفاع میکنیم، به نظرم ایده خیلی خوبیه. نهایتا جلسه خیلی پرتنشی بود، ولی این جلسات نهایتا به گفتگو بین افراد و ترویج فرهنگ مدارا کمک میکنه. اینکه چه موضوع خاصی انتخاب بشه، اینجا بود که دیگه 3 نفر در واقع مسئول بودن توی از هیئت مدیره که در واقع روی این جلسه کار کنن. به هر حال مثل همه جلسات دیگه هم ممکن روی همه جزئیاتش با هم دیگه موافقت هم نداشتن، ولی نهایتا اون محصولی که اومد بیرون نتیجه کار این افراد بوده و منم هم همیشه در جریان بودم، البته به عنوان کسی که برای رئیس هیئت مدیره هستم در جریانش بودم. ببینید موضوع عاشورا رو ما قول دادیم که میذاریم، یعنی اینو که توی ناممون بوده و به نظر میاد که بخشی از جامعه هم حداقل خیلی حمایت میکرد، ولی قضیه چیز ما فکر کنیم اگه در واقع جلسه عاشورا رو بذاریم و یه جلسه بحثن، یعنی 2 تا موضوع بحث‌انگیز داغ ما داشتیم از زمانی که اومدیم سر کاری که همین قضیه عاشورا خیلی بحث ایجاد کرد. یعنی بازم این قضیه اعتراضاتی که بهش شد و جواب ما اینا بحث ایجاد کرد. اگه برید تو فیسبوک ببینید حالا فرصت داشته باشید آقای امیر می‌بینید بحث هولوش زیاد بود. و بعدش هم اون اوایل خب اون بحث بزرگداشت خمینی، این جلسه بزرگداشت خمینی بود. ما فکر کنیم که اگه راجع به این جلسه رو موضوع رو فقط موضوع عاشورا رو بزنیم تو جلسه، ممکنه افرادی اعتراض کنن که چرا اون موضوع به فراموشی سپرده شد.
به هیچ وجه. این یه چیزی من البته دارم میگم به خاطر اینکه هی این مسئله چند بار تو اون جلسه اگه خاطرتون باشه مطرح شد، به هیچ وجه هیچ قصدی از اینکه این مسئله رو مطرح کنیم که عادی جلوه بدیمش یا بذاریمش روی صفحه توی پوستر اینا نبوده. بالاخره راجع به موضوع اگه آدم بخواد صحبت کنه باید خب بذارتش روی موضوع، شاید باید عنوان رو یه خورده یه جور دیگه مطرح میشد. هدف ما بیشتر بود که این بحث مطرح بشه که اتفاقا افراد بیان راجع به این صحبت کنن، خب چه عکس العمل این باید نسبت به این موضوع نشون داد. متاسفانه در اون روز 80% بحثا راجع به این مسئله اصلی نبود، به جز مثلا آقای دکتر موردی به نظر من بحث خوبی رو باز کردن راجع به اینکه خب چی کار میشه کرد، حالا مثلا با یه همچی برنامه مثل بزرگ داشته خمینی چه میشه کرد، آیا از در قانونی میشه جلوش در مقابلش کاری انجام داد یا بحث اخلاقیه و در واقع عکس‌العمل باید چی بشه، که اون بحث هم ادامه پیدا نکرد. بحث جالبی بود که میتونست ادامه پیدا کنه ولی ادامه پیدا نکرد. چیزی که بر جاش خالی بود آقای امیر، من اینو فقط برای آخرین حرفم میگم، این بود که کلن اون افرادی که میخواستن مثلا کنگره واکنش نشون بده نسبت به معترضین به برنامه آشورا، اگر اونا میومدن به تعداد بیشتر خیلی خوب بود که حداقل مثلا اگه این بر 30-40 نفر صحبت میکرد، از اون بر 30-40 نفر صحبت میکرد، حداقل افراد صدای همدیگر رو بشنون، حرف همدیگر رو بشنون و نهایتا اون رابطه انسانی باید بین اقشار جامعه برقرار شه، فارغ از اینکه به چه چیزی اعتقاد دارن. آقای امیر همین، من اینجا قطع میکنم صحبت. بله متشکرم. حالا ما به این موضوع وقت بشه برمیگردیم. خانم سفاری سلام دارم به شما و میبخشید معطل نگرتون داشتیم. ادامه بحث آقای کنامی پور رو من از شما میپرسم در رابطه با همون مطلب. به قول پروجکت منیجرا یک وقتی قضیه قرار صورت بگیره گاهی از یک سافت لانچ استفاده میکنن تا ضعف و قوت ها رو پیدا بکنن و ببینن به چه شکله. ما همطور که در ابتدا اشاره کردم شاهد فعالیت بخشی از این اعضای هیئت مدیره هستیم برای ارتباط گیری و باز کردن فضا برای جمهوری اسلامی. حالا ما برمیگردم به اینکه چرا اصلا این شاید غلط باشه، حداقل از دید از زاویه دید من، آیا اون کاری که شما کردین یک نوع در واقع سافت لانچ این قضیه و تکمیل کننده این برنامه بوده؟ چون به هر حال ادبیات و هماهنگ کردن و اون پرزنتیشن ها مشخص میکنه که این کار از قبل صورت گرفته بود و به هر حال برنامه‌ریزی شده بود. بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه‌تون. ممنون هستم از اینکه این وقت رو در اختیار ما گذاشتین. و در رابطه با سوالی که کردین، متاسفانه ما جامعه ایرانی عادت داریم که با پیش‌ذهن با مسائل برخورد کنیم و همونطور که توی اون جلسه هم شما شاهد بودین که مرتب همه قضاوت میکردن و با یک پیش ذهنی اومده بودن توی جلسه، که ما این جلسه رو با یک برنامه مهندسی شده داریم برگزار میکنیم، ولی واقعیت این قضیه اینطور نبوده. من خیلی هم تو اون جلسه توضیح دادم، سعی کردم دوستان رو قانع کنم که واقعا هیچ نیت بدی نبوده. همونطور که آقای کهنمایی پور توضیح دادن، ما قول داده بودیم به کامیونیتی برای تو این دوتا موضوعی که پیش اومده بود، قول داده بودیم که ما حتما در جلسات گفت و شنود این فضا رو ایجاد میکنیم. و به نظر من اگر واقعا این دوره هیئت مدیره تموم میشد و ما این جلسه رو برگزار نکرده بودیم، خیلی انتقادا به ما وارد میشد و واقعیت قضیه این نبوده. و الان ما از هر دو طرف داریم مورد اتهام واقع میشیم، یعنی از یک طرف که الان شما اینجور دارین طرح میکنید و از اون طرف هم من دقیقا باز انتقادایی میشه که شما همش طرفدار حقوق بشر هستین، شما به مسائل اقتصادی و مشکلات مردم توجه ندارین، چرا این جلسه رو به جای اینکه روی این بذارین رو باز شدن سفارت روی سنگشنا نگذاشتین؟ یعنی دقیقا یک سوی دیگه این قضیه که من باید برای اونا هم توضیح بدم که واقعا نیت این نبوده. همون توضیحاتی که آقای کهنمایی پور دادن رو من دوباره میگم. و حالا هر موضوع دیگه میخواید رو پیشنهاد کنید. گفتن که چرا این موضوع کهنه شده، گفتم خب این موضوعات داغ جامعه است و اینا هیچ وقت کهنه نمیشه و ما زمانی میتونیم بگیم کهنه شده که باش روبرو شده باشیم، صحبت کرده باشیم.
و فقط میتونم بگم که واقعیت قضیه این نبوده، ولی خب دیگه واقعا پیش ذهنها رو چه کار میشه که باید تمرین کنیم که با یه ذهن خالی با مسائل برخورد کنیم. بله، البته من به هر حال سوالم بر اساس اون به هر حال برخوردها و عکس العمل هایی که بود پرسیدم. عرضم به حضورتون که من فکر نمی کنم که کسی اعتراض به تشکیل جلسه داشته، یعنی استنباط من حداقل، چون بعدش هم که پیگیری کردم اتفاقا جلسه خیلی خوبه، نشستن و صحبت کردن بسیار عالیه. بحث بر سر موضوع جلسه بود، یعنی اعتراضی که داشتن شاید به این شکل بشه مطرحش کرد که اصلا حالا مسائل سیاسی رو بذاریم کنار، یعنی حالا بیایم یه مقدار واقع بینانتر به جامعه نگاه بکنیم. ما الان کودکان کار داریم، سن فحشا به زیر 15 سال رسیده، نمیدونم اعتیاد داره فوران میکنه، یعنی اون جامعه داره از درون میپاشه و به هر حال کسایی که اونجا اومدن و اعتراض کردن اینا مقصر نیستن، چون اینا اصلا بیرون بودن. به هر حال یعنی اگر قرار باشه از اون زاویه احساسی هم نگاه بکنیم و بخوام گفتمان داشته باشیم، خب این خودش به نوعی تناقض محسوب میشه که جامعه در حال تکاپو و نابود شدنه و بعد ما بیایم مثلا به معترضین بگیم شما بشینید حرف گوش کنید که مثلا راحت بتونیم فرهنگ، به قول آقای کنامی پور، فرهنگ مدارا رو ترویج بکنیم. آیا شما احساس نکردین که موضوع رو شاید بهتر بود به شکل دیگه؟ چون انتقادی هم که بود روی اون نوشته شما بود، خودتونم مسئولیتش رو به عهده گرفتین. حالا من نمیدونم آیا در سیستم شما کسی بررسی میکنه یا اینکه هر فردی میتونه به هر حال اطلاعیه بده، اینو میتونید خودتون توضیح بدین. بله، در رابطه با نوشته همونطور که آقای کهنمایی پور توضیح دادن، یک تیم 3 نفره مسئول انجام این کار بود. خانم سوده قاسمی، آقای آشاک شجاعی و من. و تقریبا از 3 تا میشه گفت 3 تا آدمی که روی کردشون به این مسئله متفاوت بوده. یعنی خیلی تنوع فکری هم تو این قضیه در نظر گرفته شد. من درفت این رو تهیه کردم، فرستادم برای دوستان که پیشنهاداتتون رو بدین. خانم سوده قاسمی یه پیشنهاد دادن که به جای آزادی مشخصا بگین آزادی بیان، و خب تو صحبت هایی شد که حالا اگر که آزادی رو بگیم این جامعه تر خود آزادی بیان رو هم پوشش میده، ولی اگه فقط بگیم آزادی بیان مثل میمونه که حالا راجب آزادی های دیگه ما نمیخوایم مسئولیت برای آزادی های دیگه قائل بشیم. این رد و بدل گفتگوی انجام شد. آقای آشاک شجاعی با پوستر هیچ مشکل نداشتن، تایید کردن، تشکر کردن. در نتیجه خب ما 3 نفر بودیم که فرستادیم، حتی بعد برای روابط عمومی هم فرستادیم، باز انتقادی واقعا وارد نشد و اگر انتقادی وارد شده بود حتما اصلاحش میکردیم. خب یه جمع 3 نفری بودیم، آقای کهنمایی پورم میگرفتم، یعنی انتقادی وارد نشد روی تغییر جمله بندی. حالا حتما میشده بهتر از این باشه. بیشتر تمرکز شخصی من روی عنوان موضوع بود که نسبت آزادی با مسئولیت و اخلاق، و بیشتر هدف من این بود که ما این موضوع رو از منظر فلسفی، روانشناختی، جامعه شناختی بهش نگاه بکنیم که واقعاً حدود و ثغور آزادی چیه؟ آیا آزادی به معنای اختیار تمامه یا آزادی مسئولیت رو هم به دنبال داره؟ و این گونه بحثا که متاسفانه زیاد به این مسائل توی اون جلسه پرداخته نشد. بله. در رابطه با این که گفتید مسائل مثل کودکان کارسن فحشا، بله اینا کاملا درسته، اینا موزلات جامعه ایران هستش و اگر که درخواستی به ما برسه حتما روی اینا هم ما جلسه خواهیم گذاشت. همونطور که آقای کهنمایی پور گفتن روی این 2 مورد مشخص با ما مکاتبه شده بود و ما قول داده بودیم که این جلسه رو حتما میگذاریم و ما هیئت مدیره واقعا باید نظرات اعضای جامعه ایرانی رو دنبال کنه. هر نظری که اونا داشته باشن ما بر اساس نظر اونا برنامه‌ریزی جلسات رو انجام میدیم.
بله سپاسگزارم جانم آقای کنموی. ببخش من البته اگه اجازه بدی من یه چیزی فقط اضافه کنم میترو جان، آقای امیر اگه ممکنه. من فقط میخواستم یه به هر حال ما یادمون نره به این کنگره ایرانی کاناداست، ما تمرکزمون روی جامعه ایرانی کاناداست آقای امیر، یعنی ما اگه بخوایم بریم سراغ اینکه مشکلات جامعه ایران رو در واقع بهش بپردازیم، خب طبیعیه که خیلی لیست طولانی خواهد بود، منتها این اونجاست که دیگه در چارچوب کاری ما قرار نمیگیره. درسته. البته خب آخه من معذرت میخوام به حرف نمیقدم، ولی مثلا مسئله تاسو عاشورا که آیا به نظر شما این هستش، یا اصلا اصولا مسئله خمینی، بزرگ داشته خمینی موزل جامعه ایرانی کانادایی ها هستش؟ ببینید اگر حتما بوده از طرف اعضا که انقدر به ما واکنش شد، این یادتون باشه آقای امیر، این بزرگداشت خمینی اگه تو ایران برگزار میشه که متاسفانه هر سال میشه و چندین به مناسبت مختلف که ما کاری باش نداریم، مثلا ربطی به ما نداره، اگر برنامه تاسو عاشورا در ایران برگزار بشه یا در یک کشور دیگه برگزار بشه که به ما ربطی نداره، اینا هر دوتاش توی خاک کانادا برگزار شده و اتفاقا جامعه ایرانی کانادایی به بیشترین نحوی بهش واکنش نشون داده. ما همون هفته بعد یک شنبه که گذشت آقای امیر، شما اصلا شاید اطلاع هم پیدا نکردید یا کردید یا شاید نمیدونم رفتید یا نه، ما یه برنامه گذاشتیم برای کاریابی، برنامه بسیار خوبی بود، من خودم اتفاقا برای اولین بار بود، شاید من یه جلسه رو نتونستم واقعا خودم شخصا برم، فکر میکنین چند نفر اومدن؟ به تعداد انگشتان دست آدم اومد برای این برنامه، در صورتی که اون برنامه باید قاعدتا خب خیلی مسئله مهمی باشه برای جامعهمون، در صورتی که همون برنامه که شما میفرمایید رو ما 80 نفر واقعا اتاق پر شده بود، شاید اگر اون افراد اون طرف میان شاید بالای 100 نفر هم میومد، یعنی حدود 50 60 نفر هم توی فیسبوک بحث کردن راجع به این مسئله، برنامه به نظر این مسئله ای بوده که برای اعضا مهم بوده. خب حالا پس من موضوع اینجا ببخشید صحبت شما رو اینجا قطع کنم، بعد اگر اشکال نداره اون موضوع رو توضیح بدین چون میخوام وقت رو داشته بله باشیم. بله این ترویج فرهنگ مدارا رو که اشاره کردین میتونین در حالا توضیح به ادامه توضیحتون رو بدین و اینم به مقدار باز کنین که اصلا منظورتون از این فرهنگ مدارا چه هستش، چه چیزی رو ما قراره با همدیگه کنار هم بگذاریم و در واقع استفاده ببریم. بله من فکر کنم بعد میتران بعد تو این زمینه فکر کنم حرف برای گفتن زیاد داشته باشه، ولی من خیلی خلاصه میخوام بهتون بگم فرهنگ مدارا بین اعضای جامعه ایرانی کانادایی است، یعنی اینکه افراد بپذیرن که این جامعه جامعه متکثر هستش، افراد دیدگاه های متفاوتی دارن، با هم ممکن راجع به مسائل اختلاف نظر داشته باشن، ولی یاد بگیرن که اختلاف نظراتشون رو با گفتگو پیش ببرن، که همونجور که اون روزم بحث شد قدم اول گفتگو شنیدن فعاله، یعنی افراد واقعا بپذیرن که در وهله اول فقط گوش بدن و بشنون که اصلا هر طرف مقابل حرفش چی هست و اون رو در واقع بشنون، نه اینکه دائما یه چیزی که میترو بهش اشاره کرد پیش ذهن، این نتیجهش این میشه که توی یه گفتگویی که فرد با پیش ذهن میاد، با یک پیش زمینه ذهنی میاد، شما هر چقدر حرف میزنید اون فرد همش همون حرفی که خودش میخواد و باز میشنوه، حرف شما رو نمیشنوه، ولی خب اشکال نداره، من فکر میکنم حتی تو همون جلسه که شاید خیلی کم بود میزان واقعا گفتگوی خیلی به اصطلاح مثبت و شنیدن فعال، در نهایتش باز افراد صدای همدیگر رو تا یه حد خیلی کمی شنیدن و اون اتفاقی که نهایتا در پایان جلسه افتاد به نظرم با ابتدای جلسه متفاوت بود، یعنی افراد تونستن حتی آدمایی که خیلی مختلف متفاوت بودن رو هم بپذیرند حتی از صحبتشون. من نمیدونم میترو جان شما این میخواید چیزی اضافه کنی؟ بله نه همه رو کاملا پوشش دادین، دقیقا همینه که گفتیم، باز متاسفانه اینجا یه برداشت غلطی شد، همونطور که آقای امیر شما هم تو جلسه ناظر بودین و شاهد، گفتن شما میخواید ما با جمهوری اسلامی مدارا کنیم، که اصلا وقتی ما میگیم مدارا همین توضیحاتی که دادن، ما ناگزیر هستیم که حرف همدیگر رو گوش بکنیم و همدیگر رو ببینیم با تمام اختلافاتمون، و اونجا هست که ما میتونیم به نقاط مشترکمون رو پیدا کنیم. اگه به همدیگه گوش نکنیم نمیتونیم اون رابطه انسانی رو که میخوایم برقرار کنیم و بعد راه حل در بیاریم از درون این مشکلات. ولی
این متاسفانه یه نقص بزرگی هستش که تو ما جامعه ایرانی هستش، به خاطر اون پیشینه تاریخ استبدادی که داریم و سرکوب تاریخی که شدیم، متاسفانه تمرین دموکراسی رو نداریم و عادت به تک‌گویی داریم، عادت به این داریم که همیشه یک نفر رهبری یک کار رو به عهده بگیره و دنبالش را بیفتیم، عادت داریم که بی‌مسئولیت باشیم، مسئولیت هیچ کاری رو قبول نکنیم. و به نظر من با برپایی این گونه جلسات ما میتونیم تمرین کنیم و به مرور این نقیصمون کم بشه. بسیار عالی. البته این چیزی که گفتین دقیقا درسته، یعنی اون فرهنگ که در زیر استبداد بودیم، همین هم باعث میشه که به هر حال اون مسئله در خیلی زمین ها من دیدم که در زمانی که در واقع مشکل ایجاد میشه، اولین اقدام ما خبر کردن سکیوریتی و گارد انتظامات هستش. اشاره هر دو شما به اون مسئله گفتمان دارین، آیا میشه مثلا من خواهش بکنم که یک جلسه ای بذاریم راجبه مثلا همین مسئله پناهندگی و یا این کسایی که اومدن در اینجا دارن زندگی میکنن به عنوان پناهنده و مشکلاتی دارن، یا در وقتی صحبت از آزادی میکنیم آزادی بیان، خب تعریف اون از آزادی بیان چی است؟ آیا این امکانش هست که ما این گفتمان رو ادامه بدیم، یا مثلا وقتی که خب بحث هست که خمینی جنایت کرده، این جنایات آیا تعریف داره نداره، آیا قابل قبول هست یا نه، این بحث ها رو میشه کرد؟ چون اینا به نظر من ارتباط مستقیمی به همین جامعه ایرانی کانادایی داره. اتفاقا من برمیگردم به اون موردی که آقای کنمایی پور گفتن، جالبه که در مسئله کاریابی که شاید فکر میکردن ایشون که خیلی ها بیان شرکت بکنن تعداد انگشت شمار اومدن، ولی در این موضوع که به هر حال خیلی داغ هم هستش تعداد زیاد اتاق پر شده بود. یعنی نشون میده که می طلبه این بحثا. آیا حاضرین شما این بحثا رو ادامه بدین؟ بله حتما، اگر که از ما تقاضا بشه. این مسئله که شما اشاره کردین واقعا دغدغه های جامعه ایرانی کانادایی هم هست و حتما اگر برای ما درخواستی ارسال بشه ما حتما این کار رو میکنیم. وظیفه‌مونه که واقعا جلسات گفتگویی رو بگذاریم. بله حتما همینطور، منم تایید میکنم. ما امیدواریم که جلسات رو بتونیم ادامه بدیم. به هر حال آقای امیری سیستم یادتون باشه، شما خودتون احتمالاً روی تو کار خودتون این تجربه رو دارین، هر موضوع رو شما انتخاب کنید یکی ممکنه بگه موضوع دیگه ای رو چرا نذاشتید. نهایتا ما موضوعاتی رو خواهیم داشت و راجعش بحث خواهیم کرد. امیدواریم که دوستان با نگاه مثبت نگاه کنن و به این فکر نکنن که چرا موضوع دیگه نیست، به این فکر کنن که حالا که این موضوع هست بیایم راجعش صحبت کنیم. شما اشاره کردید به آزادی بیان، دقیقا همین موضوع اون روز بود، منتها اگه زیاد راجبش صحبت نشد دیگه نمیدونم آزادی رو ما گذاشتیم تو موضوع، میشد قشنگ راجب آزادی بیان اونجا مفصل صحبت کرد. چرا از روشی که خودتون معذرت میخوام، ببخشید ادامه بدین من سوالامو بعد بپرسم. ببخشید. نه خواهش میکنم، چون یه اشاره به سکیوریتی کرد. به هر حال آقای امیر، ما اینجا تو این جامعه که زندگی میکنیم هر جایی که احساس بشه که نظم جلسه داره به هم میخوره، در واقع اجازه این که افراد بتونن آزادانه سهمی که در جلسه دارن رو مثل دیگران ازش استفاده کنن، اگر جلوی اون بخواد گرفته بشه خیلی طبیعیه که آدم مجبور، پلیس و سکیوریتی برای همین وجود دارن، برای اینکه بتونن نظم رو در واقع یه جایی ایجاد کنن. ما هیچ وقت سکیوریتی رو برای اینکه صدای کسی رو در واقع جلوی اینکه کسی بخواد نظرش رو بداره بگیره صدا نکنیم، به خاطر این بود که در اجازه نمیدادن که کسی دیگه ای حرف بزنه، چاره جزئی نیست که در اون مقطع آدم ممکن مجبور سکیوریتی خبر کنه، که خوشبختانه خیلی هم به آرومی نهایتا تموم شد، اتفاق بعدی نیفتاد و جلسه ادامه پیدا کرد. همین بفهم. بله من به خاطر که بحثم ببندم چون میدونم شما باید برین، چرا از اون روشی که خودتون پیشنهاد کردین، من مصاحبه شما رو با فکر کنم سلام تورنتو بود اگر اشتباه نکنم خوندم، بعد صحبت کردین که یعنی مسئله بر همین گرفتن ایده ها در سروی و نظرسنجی، بحث بر سر نظرسنجی ها بود، چرا یک نظرسنجی رو باز نمی کنین که در واقع کسایی که مایل هستن، موضوعاتی رو که مایل هستن بحث بشه رو وارد بکنن و بعد شما به اساس اون بتونید انتخاب کنید که موضوع بحث بعدی چه خواهد بود؟
به نظر این فکر خیلی خوبیه آقای امین، اینو این کارو میشه کرد، منتها بله دیگه ما باید تو جلسه بحث کنیم در واقع این رو به هیئت مدیره در واقع به تصویب اگه برسه که نظرسنجیشون، به هر حال تعداد نظرسنجی هم اگه زیاد بشه، الان ما روی موضوعات مختلف میخوایم از اعضا سوال کنیم، نیازسنجی داریم میکنیم، فقط اگه این اتفاق نیفته به اون خاطر خواهد بود، وگرنه اصل پیشنهاد شما بسیار پیشنهاد خیلی خوبی است و به نظر من عادلانه ترین راهه برای اینکه ما به نتیجه برسیم، چون غیر از این اینطوری میشه که حالا هر کسی با ما تماس گرفت نظر اون به نظر میاد که مثلا نظر بهتری، ولی اینجوری از همه میتونیم نظر سنجی کنیم. مرسی. خواهش میکنم. خیلی ممنون، پیشنهاد بسیار خوبی هستش، ما حتما تو جلسه طرح میکنیم. بله مرسی. بله خیلی ممنون از وقتی که به ما دادین و امیدواریم که در برنامه آتی هم شما رو داشته باشیم. خیلی ممنون آقای امیر، مرسی از اینکه ما رو دعوت کردیم. ممنون از شما. خیلی با سلام به شما شنوندگان و بینندگان این برنامه در رابطه با جلسه اخیر کنگره ایرانیان و کانادایی های تورنتو در رابطه با مرگ خمینی و عاشورا، مراسم عاشورا در تورنتو اجرا میکنیم. امروز در خدمت آقایان شهرام نامرآزاد و آرشاک شجاعی هستیم. من به هر دوی شما عزیزان سلام دارم و خوش آمد میگم. اولین باری است که شما در رادیو پیام هستید، خوش آمدید، امیدواریم که در آینده هم در خدمت شما باشیم. آقای نامرآزاد، اگر شما اجازه بدید بحث رو با خودتون آغاز بکنیم. در جلسه ای که روز 23 ژانویه صورت گرفت، شما به عنوان یکی از معترضین بودید به روندی که داره صورت میگیره و به نوعی هشدار دادید توی قضیه. میتونید یه مقدار این مسئله رو بیشتر توضیح بدید؟ درود بر شما. اجازه بدید اول از شما سپاسگزاری کنم برای وقتی که به من دادید که در خدمتتون باشم. درود دارم خدمت تمام دوستان شنونده ای رو که صدای ما رو گوش میکنن. در رابطه با برنامه ای رو که اتفاق افتاد و به اصطلاح برنامه ای بودش که در رابطه با کنگره ایرانیان کانادایی در تورنتو این برنامه اجرا شد، مسائلی مطرح شد که همونطوری که شما فرمودید، مسئله یکی از مسائلی رو که مطرح شد مسئله بزرگداشت خمینی بود و بعد مسئله عاشورا در تورنتو. من اعتراض خودم رو اعلام کردم در این رابطه به این دلیل که من فکر میکنم بعد از این همه سال که همه ما تن به تبعید اجباری دادیم، امروز اگر نهادی به اسم ایرانیان در کانادا فعالیت میکنه، باید به منافع ایرانیان خارج از کشور با توجه به منافع هموطنانی رو که در ایران داریم حتما توجه داشته باشه، چون من فکر نمیکنم که زندگی ما هیچ جدا باشه نسبت به مسائلی رو که در رابطه با ایران اتفاق میفته، و اگر نهادی اینجا به اصطلاح میخواد بیانگر دغدغه های ایرانیان باشه در یک کشور دیگه، باید تمام این مسائل رو در نظر بگیره. و من فکر میکنم و باور دارم که همچین نهادی نباید اجازه بده که کسانی رو که در طی سالهای اخیر چه باعث کشتارهای دست جمعی شدن در ایران و هنوز هم ادامه داره این حرکتشون، بتونن اینجا نهادی رو به اصطلاح برای خودشون قبضه بکنن که بتونن از طریق اون لابی بکنن برای جمهوری اسلامی در خارج از کشور. آقای شجاعی، صحبت‌های آقای نامرآزاد رو شنیدید. شما هم یکی دیگر از معترضین در واقع هیئت رئیسه، جزء هیئت رئیسه بودید و معترض به روندی که داره صورت میگیره. این روند رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ اصلا این سابقه هم داره این یا تازگی ها مشاهده همچین حرکاتی شدیم که شما به اون معترض هستید؟ با درود به شما و شنوندگان گرامی شما و تشکری که من را به این برنامه دعوت کردیم. من فکر می‌کنم در ابتدای ساکن باید ما مطالعه کنیم و ببینیم چرا ICC در تورنتو تشکیل شد. ICC یک نهادی بود که به وسیله عده‌ای از اعضا و کسانی که در این حزب فعالیت می‌کردند تشکیل شد و
تمام برنامهش این بود که بتونه یک شبکه ارتباطی در سطح کانادا تشکیل بده و این شبکه بتونه یه پیوند عمیق بینش ایجاد بشه بین فارسی زبان ها و ایرانیان مقیم کانادا. و در این فیمابین هم یک نهادی دیگر به نام شورای بازرگانی ایرانیان و کانادا از این نهاد کاملا پشتیبانی کرد و این دوتا، این حزب اعضای فارسی زبان حزب لیبرال و شورای بازرگانی ایرانیان کانادا دوشابه دوش هم حرکت کردند و تبلیغات وسیع و گسترده ای انجام دادند که این نهاد رو در اینجا بتونند یک نهاد بسیار متشکل و کارارا به جامعه ایرانی معرفی کنند. در این مسئله موفق بودن، تا حدودی موفق شدن، ولی این برنامه خود به تحریم ایران به وسیله سازمان ملل و سایر اعضای اروپایی و نتونست این نهاد اونطوری که باید نقش خودش ایفا کنه و به حال خودش رها شد. وقتی به حال خودش رها شد، کسانی که در اونجا فعالیت میکردن کسانی بودن که به عنوان اعضای اصلاح طلب در شهر ما معروفن و اینها مدتی در همین کنگره بودن و چون نتونستن اونطوری که باید با جامعه ایرانی ارتباط برقرار کنن، به عنوان یک نهاد خونسا شروع به کار میکرد و تکاتو کارای میکرد. من حتی خاطرم این که در آخرین کنگره که اینا انجام دادن در سال 2010، اعضایی که در اون کنگره شرکت کردن در مجمع عمومیش تعدادشون به تعداد انگشتای دست نمیرسید و اینا مشکل داشتن که بتونن اون 9 نفر از درون خودشون پیدا کنن و این نهاد هم به همین شکل روکت و خونسا مونده بود و تا سال 2012 که اعضای جامعه ایرانی متوجه موقعیت این نهاد شدند و تونستن با یک برنامه ریزی خوب و منسجم وارد این نهاد بشن و تا الان پرونده خوبی از خودشون به جا گذاشتن. بله، متشکرم از شما آقای نامورازاد. قبل از اینکه ما به توضیح بیشتری راجع به مسئله بپردازیم، خواستم اینم آقای شما دوتا جز جناح راست هستین، چون در تبلیغات مطرح میکنن که جناح راست این کار کرد، جناح راست اون کار کرد، جناح چپ پس چه کار داره میکنه اگر شما جناح راست هستین؟ یعنی شما اگه معترض به این روند لابیگری هستین و راست خطاب میشین، جناح چپ داره چه کار میکنه؟ برای منم این مسئله برای خود منم سوال برانگیزه، چرا که من نمیدونستم که این مسئله جناح برای من تا اونجایی رو که خودم رو میشناسم و دوستانی رو که به من رأی دادن و من رو به عنوان نمایندهشون توی کنگره انتخاب کردن، من جناح کار جناحی به عنوان جناح راست یا چپ ندیدم. من در جناح ایرانیانی هستم که در تبعید اجباری در خارج از کشور هستن و یا هموطنانی رو که الان متاسفانه اسیر حکومتی هستن که نه به آزادی‌های فردیشون احترام میذاره نه به آزادی‌های جمعیش. من خودم رو جناحی نمیبینم، مسئله جناح رو متوجه نمیشم، ولی چیزی رو که من میتونم خدمت شما بگم، رأی‌گیری رو که سال گذشته انجام شد ما رو گذاشت، من و آقای شجاعی رو گذاشت توی دسته اقلیت به اصطلاح در کنگره ایرانیان. باعث تأسفه که وقتی که این اتفاق افتاد، دوستانی رو که در اکثریت قرار داشتند نه تنها به آرای ما اهمیتی ندادن، بلکه کاملا ما رو جدا گذاشتن از تصمیم گیری هایی رو که در کنگره ایجاد می شد. هر جایی که ما صحبت کردیم، چون در اقلیت بودیم، به اصطلاح اقلیت مطلق، دو نفر در برابر 7 نفر دیگه، متاسفانه رأی ما نادیده گرفته شد. چند بار در این رابطه با دوستان در کنگره صحبت کردیم، حتی نامه نوشتیم، نامه سرگشاده نوشتیم و به اصطلاح در اختیار رسانه‌ها گذاشتیم و اعتراض کردیم به روندی رو که امروز به اصطلاح کنگره ایرانیان کانادایی داره پیش میبره، چرا که من به شخص باور دارم چون مسائل ایرانیان خارج از کشور جدا نیست از مسائل هموطنانی رو که در ایران درگیر رژیم جمهوری اسلامی هستن، پس هر اتفاقی رو که اینجا میفته ما با عنوان ایرانی وظیفه داریم که مشکلاتی رو که
در ایران مطرح هستش و تمام مسائل حقوق بشری رو که مردم ایران باهاش درگیر هستن رو به صورتی به اصطلاح با دولت کانادا در میان بذاریم که متاسفانه جناح اکثریت این مسئله رو اینطوری نمیبینن. صحبتی رو که همیشه میشه در رابطه با اونجا میشه اینه که ما ایرانیایی هستیم که در کانادا هستیم و باید به مسائل کانادایی به مسائل ایرانیان در کانادا بیشتر توجه داشته باشیم، در صورتی رو که اگه به اساسنامه نگاه بکنید شما در بند اولش کاملا ذکر شده این مسئله که این نهاد باید کاملا فراحزبی فرامذهبی باشه و با به اصطلاح با احترام به موازینی رو که در رابطه با قوانین کانادا هستش، که متاسفانه هر وقت که این مسئله رو ما مطرح میکنیم این مسئله نادیده گرفته میشه، هر وقتی رو که مسائلی از ایران مطرح میکنیم میگن که ما کانادایی هستیم. ما خودمون الان در حال حاضر متاسفانه این میان در موقعیتی قرار گرفتیم که نمیتونیم به اون صورت کاری رو که باید انجام میدادیم انجام بدیم. بله آقای شجاعی، وقتی آقای ناور آزاد صحبت از در اقلیت بودن قرار میدادن شما سر به تایید تکان دادید. شما موافق این قضیه هستید که در اقلیت قرار دارید؟ بعد آقای ناور آزاد اشاره ای داشتن در آخر صحبتشون به این که به هر حال جناح اکثریت هیئت رئیسه معتقدن که باید مسئله ایرانیان کانادایی ها رو در نظر گرفت، ولی خب این بزرگداشت خمینی عملا مغایر همچین چیزی میشه، چون اگه قرار باشه که ما از منافع ایرانی های اینجا حفاظت کنیم، یا کسایی هستن که از اون کشور فرار کردن در واقع، یا به هر حال در تبعید شدن یا خارج شدن. آیا شما هم این نظریه رو دارین؟ به این دوستان ما در هیئت مدیره متاسفانه انگار از اهداف کامیونیتی بدونن، یعنی متوجه نیستن در کجا قرار گرفتن. اینجا رو ببینید، با رفتارهای خودشون، با نوشتارهای خودشون، اینا خود به خود اینجا رو سیاسی کردن. جناح اقلیت، جناح اکثریت، اینجا یک نهاد کامیونیتیه. یک نهاد کامیونیتی تعریف مشخص داره، تعریفی داره که باید بتونه پاسخگوی کامیونیتی در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و سایر زمینه‌هایی که بتونه جامعه رو متحول و به حرکت در بیاره، باید اینها رو مورد نظر داشته باشه. جناح اقلیت، جناح اکثریت، این میره یه کاتگوری سازمانی و نمیدونم مبارزاتی که اصلا در کامیونیتی نمیتونه اینو مطرح بشه. این دوستان اینو فراموش کردن. و ببینید، من یک توضیح بدم به شما. آقای شهرام نامور آزاد میدونن در صورت گزارش جلسات هیئت مدیره قبلی که ما در اونجا بودیم، وقتی که ما منتخب شدیم و آمدیم و سایر دوستانی که به قول خودشون اقلیت بودن اونجا بودن، ما رعایت اینا رو کردیم. یعنی ما تعریفی داریم، میگیم که در یک جامعه دموکراتیک، در یک روند دموکراتیک، منافع اکثریت حاکم باید منافع اقلیت مد نظر داشته باشه. این تعریف درستشه. حتی اگه منافع جنایشه بشه، باید به خیلی چیزاش حرمت داشته باشه و این پایگاهی داشته باشه که به قول خودشون اقلیت هم بتونه همکاری لازم انجام بده. ما در هیئت مدیره قبلی از چهار پست اجرایی، دو نفرشون رو به دوستان به قول خودشون اقلیت دادیم، یعنی انتخابشون کردیم، رأی دادیم، چون می‌خواستیم همکاری کنیم، می‌خواستیم کار کامیونیتی کنیم. و سه کمیته اصلی که اساسنامه بهش اشاره کرد، دو تا از همین دوستان اقلیت اونجا در حقیقت پست‌های اجرایی رو به اینا واگذار کردیم. چرا؟ هدف ما هدف همکاری بود، هدف این بود که به کامیونیتی اونطوری که نیاز کامیونیتی هست پاسخگو بشیم. ولی اینا نشون دادن که اینا از مسئله دموکراتیک و اون شعارهایی که در ابتدا سایکه میدادن، مشارکت، نمیدونم شفاف سازی، اینا همین غافل شدن. ما وقتی که در اولین جلسه هیئت مدیره کنونی وقتی نشستیم، خودمونم کاندید کردیم و آقای شهرام نامور آزاد و حتی خود من سالها در این جامعه تورنتو کارهای کامیونیتی کردیم و خواستیم با اینا همکاری کنه. اینا به هر نفعی ما رو کنار گذاشتن، یعنی آمدن در همون جلسه اول ما رو خودی و ناخودی کردن. یعنی این پایه‌های بسیار اشتباه و ناهمگون در این شروع به آغاز کار هیئت مدیره جدید ریختن. یه پایه‌ای ریختن که باعث شد که به خودی خود یک جناح بند
بندی در اونجا ایجاد بشه و این در کار کامیونیتی کاملا اشتباه و غیر قابل قبوله. وقتی که صحبت آقای شهرام نامبرزاد اشاره کردن که مسئله حقوق بشر و اینکه ما ایران باید منافع ایرانیان و کندیان در نظر بگیریم، خب من اینجا سوال میکنم، من لحاظ روحی فرهنگی من از یک جغرافیه اومدم به نام ایران، یک وابستگی من زادگاهم اونجاست، من در اونجا رانده شدم و یه به یک کشور اومدم به کشور دوم به نام کانادا به عنوان وطن دوم برگزیدم، ولی من ایرانی یعنی کانادا در اون محیط در اون وابستگی جغرافی فرهنگی وجود دارم، یعنی هر چیزی در کشور من میگذره، در کشور اول من که در اونجا زادگاه شدم میگذره، این مسئله من ایرانی کانادیان هست. هر صحبت که در رابطه با حقوق بشر میشه اینا میگن نه اینجا ایرانیان کانادی، ما باید با صحبت از ایرانیان کانادا کنیم. آقا تکلیف منه، من ایرانیان کانادیان چی هست که من اینجا نشستم ببینم برادرم مورد شکنجه قرار میگیره، خواهرم مورد تجاوز قرار میگیره، خانوادم در یک محیط بسیار بسیار مشوش و پلیسی دارن زندگی میکنن، این آسیبی که به من ایرانیان کانادیان میذاره این مهم نیست؟ عدید اینا چرا پنهان میمانه؟ و من پیشنهاد میکنم که بند اول، اگه شما هم بند اول بخونی خیلی خیلی به سادگی اشاره میکنه، میگه که من اگه جلو پیدا کنم گشتم جلو دستم، خیلی ساده میگه که به هر حال میگه که کامیونیتی ایرانی کامیونیتی که هست که موظف هست که از دستاوردهای دموکراتی در این کشور حمایت و پشتیبانی بکنه. این حقوق بشر یک دستاورد دموکراتی که در کشور کانادا نهادینه شده، ما نمیتونیم بی تفاوت از این مسئله بگذریم. چیزی که در ایران ما میگذره جدا از من ایران کانادیان نیست، اینم مسئله من هست و باید به اینم حتما پاسخگو بشیم. این مسئله سوا از این که ما خدمات اگه لازم بشه راهگشای مسئله بشیم، راه هموار کنیم، در این حال باید پاسخگوی کسانی که از جمهوری اسلامی به گونه آسیب خوردن پاسخگو بشه، همین کسانی که در اینجا دارن زندگی میکنن که نمونهش من و آقای شهرام نامبرزاد هستیم. بله متشکر از شما برای توضیحتون. آقای نامبرزاد اشاره داشتید به این به هر حال فشارهایی که به نوعی حالا مستقیم یا غیر مستقیم بر شما به عنوان اعضای هیئت رئیسه میاد، ولی ما شاهدیم که اینها در هر جلسه بحث از دموکراسی و گفت و شنود و اینکه به هر حال باید نظر مخالفان رو شنید و اینا هست، و حتی تو اون جلسه هم ما به یک پرزنتیشن اکتیو لسنینگ برخورد کردیم. پس این چطوریه؟ یعنی آیا این فقط مخاطبین خاص خودشو داره این، یا اینکه به هر حال مسئله دیگه ای هست که از دیده ها پنهان است؟ من ببینید دوست عزیز، مسئله اینه که صحبت کردن مشکل خاصی رو ایجاد نمیکنه. به نظر من باید به عمل کرده هر کس نگاه کرد و دید که در عمل چه چیزی رو ثابت میکنه. وقتی که در رابطه همونطوری که دوست عزیزم آقای شجاعی مطرح کردن، در رابطه با دستاوردی رو که در کشور کانادا هستش در رابطه با دموکراسی، آزادی و حقوق بشر، همین پارلمان دولت، همین پارلمان در همین کشور در کانادا خمینی رو به عنوان کسی رو که جنایت علیه بشریت مرتکب شده رو محکوم کرده، و این مسئله بسیار تاریخی بودش که چرا که معمولا در کانادا احزاب مختلفی رو که با همدیگه کار میکنن توی پارلمان، خارج از پارلمان، مسائلی رو که با هم مطرح میکنن، جدالهای حزبی رو که با همدیگه دارن، خب یه سری از هم جداشون میکنه در رابطه با مسائل روز. اما جالبی این مسئله اینجاست که هر سه تا حزبی رو که کاملا ریکگنایز هستن از در این کشور، همه محکوم کردن حرکت خمینی رو، و خمینی رو به عنوان کسی رو که مرتکب جنایت علیه بشریت شده معرفی کردن و پارلمان این مسئله رو به ثبت رسوند.
و صحبتی رو که ما کردیم روز اولی رو که وارد به اصطلاح کنگره شدیم امسال همین بود، چون این دقیقا برخورد کرد با مسئله بزرگداشت خمینی در سطح همین شهر در همین تورنتو، و ما گفتیم که با وجود اینکه دولت کانادا و نماینده های مردم کانادا این مسئله رو تقبیح کردن، وظیفه داره ICC که در این قبال از طرف خودش یک موضع بگیره و نشون بده که به عنوان ایرانیایی رو که در کانادا هستن هم به مسئله حقوق بشر در ایران معترضن و هم پیرو چیزی هستن که پارلمان کانادا به اصطلاح چیز کرده، تصویب کرده، و با کمال تأسف همچین اتفاقی نیفتاد و هنوزم که هنوزه ما چیزی در این رابطه نمیشنویم. بله، متشکر از توضیحتون. آقای شجاعی، شما توضیح دارین که برای این مسئله اضافه کنین؟ 100%. ببینید، کشوری که من آنجا رانده شدم، کشوری که در تمام ابعاد به وسیله سازمان‌های آزادی‌خواه و حقوق بشری محکوم شده، این سازمان ها، سوا این که در سازمان ملل تنها کشوری که به طور سالهای مکرر به عنوان ناقص حقوق بشر در جامعه جهانی معرفی شده. همچین سیستمی که بنیانگذاری به نام خمینی داره، توجه میکنین چگونه به خودمون در یک کشور دموکراتی که صاحب دستاوردهای حقوق بشریه در این کشور به خودمون اجازه بدیم که برای همچین فردی که کشور منو، کشوری که زادگاه من به 1400 سال عقب مونده، بقب رانده و با جامعه متمدن امروزی درگیره و مورد تایید و قبولش نیست سیستم جمهوری اسلامی، چگونه به خودمون اجازه باید بدیم که همچین برنامه در سطح شهر تورنتو برگزار بشه و یک نهادی به نام نهاد ICC، کنگره ایرانیان و کانادایی، در این قبال سکوت بکنه. این برنامه بزرگ داشته آقای خمینی مصادف شد با انتخاب هیئت مدیره جدید. یعنی وقتی که هیئت مدیره جدید انتخاب شد، وارد این عرصه مدیریت خودش شد، در حقیقت این برنامه بزرگ داشت میخواست انجام بشه. من و آقای شهرام نامور آزاد مصرن خواستیم از این هیئت مدیره در مقابل اینا موضع بگیره. اینها تا زمان شروع اولین جلسهشون ایمیل ما رو به گونه بود که میگفتن در مسئولیت ما نیست. من با آقای شهرمارزه صحبت کردیم و گفتیم در اولین جلسه راجع به مسئله صحبت میکنیم و به اینا توضیح میدیم که چی هست و خواهان این خواهیم شد که دقیقا یک اطلاعی در این مورد صادر بکنه. در اولین جلسه ما یک بحث پیش کشید و بحث اقنایی شد و این دوستان پذیرفتن که یک نامه نگارش بشه، چون که من و آقای شهرام نابرازاد غیر خودی بودیم و جز هیئت اجرایی نبودیم. رئیس کنونی هیئت مدیره ICC و منشی انتخاب شدن که نامه نگارش کنن، اطلاعی نگارش بکنن که محکوم بکنن این برگزاری همچین بزرگداشتی رو برای همچین شخصی. ولی متاسفانه بعد از یک هفته که مراجعه کردن همچین چیزی رو نیاوردن به خودشون و ما وقتی که سوال کردیم آقا چرا شما چرا همچین اطلاعی صادر نکردین تا کنین، جواب دادن که ما ایمیل داشتیم، ما تلفن داشتیم، مردم از ما خواستن که روی مسئله کنگره یک نهاد پارتیزان نیست و نباید همچین اطلاعی صادر بکنه. من آقای شهرمازه اعتراض کردیم، گفتیم اصلا مهم نیست الان مردم چی گفتن، یک مصوبه‌ای هست، ما صحبت کردیم، گفتگو کردیم و مورد تایید قرار گرفت و باید این اطلاعی داده بشه. و اونها شروع کردن از این برگیر استفاده کردن، گفتن نه، مصوبه رو ما پس میگیریم و این اطلاعی صادر نمی کنیم. آقای نامبرازاد من خاطرمه دقیقا در اون جلسه اشاره کردن چگونه 95 نفر از اعضای کنونی نامه نوشتن و خواهان شدن که ICC در مقابل این مسئله موضع بگیرن، ولی شما در مقابل خودتون 8 تا ایمیل یا 9 تا ایمیل یا 10 تا تلفن و خواهان این نیستین که
این اطلاعه ساده کنید. بهرحال این دوستان ما پافشاری کردن، گفتن که خب شما باید ساده میکنید. از این صحبتهای بچگانه و غیر قابل باور اینا مطرح کردن و مانع از این شدن که یک اطلاعه در مورد بزرگداشت خمینی در شهر تورنتو از طرف نهاد ICC بیرون بیاد. و من و آقای متاسفانه میگم، من این باید اطلاعه از من دو نفر از هیئت مدیره در نیاد، باید از کل این نهاد در میامد. متاسفانه باعث شد که من و آقای شهرام نامور آزاد یه دو اطلاعی جداگونه بدیم و این مسئله شهیدان محکوم بکنیم و حتی عذرخواهی کنیم از جامعه ایرانی که کنگره راجع به مسئله موضع نگرفت. بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون. من سال آخر رو از هر دوی شما میپرسم، آیا این روندی که الان داره صورت میگیره رو تا چه حد شما به نفع مردم میبینید، مردمی که در کانال در تورنتو هستن، یا برعکس یک وسیله‌ای میبینید برای ادامه اهدافی که امروز به اون اشاره داشتین؟ آیه نامور آزاد، از شما شروع بکنید. سپاسگزارم. ببینید یک لحظه من برگردم عقب، دوباره به صحبتی رو که کردم. ببینید اینو من بارها و بارها گفتم، من حتی در جلسه ایرم که داشتیم چند هفته پیش در رابطه با ICC گفتم درسته که ما ایرانیانی هستیم که خارج از کشور زندگی میکنیم، ولی ساقه های ما اینجاست، ریشه ما هنوز در خاکیه که ما با اون خاک بسیار بدهکاریم. به خاطر این مسائل اتفاقاتی رو که میفته نمیتونه جدا باشه از منفعت ایرانیانی رو که به تبعید اجباری تن دادن و سالهای ساله که خارج از کشور خودشون دور از عزیزانشون بودن و این تبعید اجباری رو قبول کردن. متاسفانه امروز من کنگره ایرانیان کانادا رو نمیبینم که در با وجود مسائلی رو که الان داره اتفاق میفته گامی برداره در رابطه با مسائلی رو که مربوطه به ما ایرانیانی رو که در خارج از کشور زندگی میکنیم. اگر شما عنایت کنید به اسم این نهاد نگاه کنید، میگه نهادی هستش که باید ریپریزنتیتیو، باید نهادی باشه که مسئولیت داشته باشه در قبال کسانی رو که اول ایرانی هستند و بعد کانادایی. این متاسفانه این مسئله دیده نمیشه و باعث تأسفه که امروز به خاطر منافع جمعی انگشت شمار الان کنگره در موقعیتی قرار گرفته که حتی در کنگره صحبت میشه برای رسیدن به یک سری از مسائل مختلف که متاسفانه با نهادهایی مثل نایاک حتی همکاری بشه، که این باعث سرشکستگی نهاد یکی ایرانیان رو در کانادا به اصطلاح مسئولیتش رو داشته باشه که ریپریزنت بکنه. بله، این مسئله نایاک یک قضیه در واقع ساده نیست و اگر این قرار باشه در دستور کار قرار بگیره نشان دهنده عمق فاجعه است که در واقع ICC در اون دچار شده. آقای شجاعی، صحبت آخر از شما بشنیم. من دقیقا معتقد هستم که این گروه با هدف اومدن جلو. من در ابتدای صحبتم اشاره کردم شورای ایرانیان بازرگانی ایرانی، شورای بازرگانی ایرانیان کانادا پشت این مسئله کاملا ایستاده و داره پا به پا اینا در میکنه. ببینید این نهاد الان متوجه شدن که این میتونه کارایی بسیاری داشته باشه برای منافع این شورای ایرانی بازرگانی. بشنوه اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی که در اینجا داره فعالیت میکنه، پشت این هستن و برای اینکه این فعالیتشون رو گسترده کنن احتیاج به یک لابیگری بسیار بزرگتر در شهر تحت شهر تورنتو نیازمند هستن، یک لابیگری بسیار حرفه‌ای که بتونه کار خودش رو به نحو مطلوب انجام بده. متاسفانه و باعث من احساس خجالت بهم دست میده که در نهادی داره همکار میکنم که اشاره میشه که ما برای همکاری به نایاک، ببینی چی میگم، میگن ما برای همکاری به نایاک بیایم یک سوره یک نظرسنجی بکنیم و 5 نفر، من میگم اینو واهمه نیست، برها مصوبه شده تصویبش کردن، 5 نفر رأی میدن که بله ما باید سروی کنیم که ببینیم با نایه کمکاری بکنیم یا نکنیم.
در رابطه با هیچ کی چگونه می شود که با تجربیاتی که نایاب داشته بتونیم در تورنتو از این تجربیات استفاده کنیم. این بسیار برای کسانی از اون کشور رانده شدن بسیار خبر دردناک و ناگواریه. من از اون روز به بعد در این نها سکوت کردم، چون سکوت من نمیخوام، اصلا احساس میکنم که با کسانی داره همکاری میکنم که یک وابستگی شدیدی به اونجا دارن، نمیتونه، این غیر قابل تحمله. و اینها با همش با برنامه‌ریزی میخوان شبکه لابیگری جمهوری اسلامی در شهر تورنتو بسیار وسعتش بدن که بتونن از این به نفع روابط بازرگانی ایران و کانادا استفاده کنن. الان زمانش فرا رسیده و اینا نمیخوان از این مسئله غافل بشن. و من تقاضا میکنم به جامعه ایرانی و وقتا جامعه مبارزین، ببینید اگه وقت دارم من یک موضوع بله حتما بفرمایید. بله بله ببینید من اشاره کنم، جامعه کنونی ما دو دسته هستن. یه دسته هستن که مثل من و مثل آقای نامور آزاد کشورشون رانده شدن و به عنوان پناهنده این کشور رو به عنوان کشور وطن خود دوم خودشون انتخاب کردن. این بخش این دسته اوله. دسته دوم کسانی هستن که به شکل کسانی هستن که عرضم به حضور شما که شرایط ایران برای زندگی برای خودش مناسب نبود، تحصیل کرایی هستن که وارد این کشور شدن و دسته ای هستن که در کنار اینا دسته ای هستن که به شکل بورسه ای وارد این شهر شدن. یعنی بگم منافع هست، من اینجا هیچ منافعی ندارم، من صاحب منافع نیستم، ولی کسانی که منافع دارن تماما از این مسئله استفاده میکنن. کسانی هستن که آشنایی به روند کامپیوتر دارن، میدونن چگونه به کامپیوتر اینا استفاده کنن و از این بتونن امورات خودشونو بگذارن. میگم بیاین به شکل این به ما نظرسنجی کنیم. این نظرسنجی به چه وسیله انجام میشه؟ به وسیله کامپیوتر. من این مقدمه رو گفتم که این عرض خدمتتون عرض کنم. این نظرسنجی به چه وسیله انجام میشه؟ به وسیله کامپیوتر. ما به وسیله اینترنت یک نظرسنجی دست میشه و نظرخواهی میکنه و جامعه ایرانی میبینه که آیا ما با نایا که هر چیز دیگه میتونیم همکاری داشته باشیم و تجربیات این نهاد استفاده کنیم. خیلی خوب. ببینید ما نسل قدیم هستیم، ما نسلی هستیم که شاید آنطوری که باید نتونیم با کامپیوتر به راحتی با هیچ امورات اجتماعی خودمون رو بگذرونیم. این قشر تحصیل کرده که وارد ایران شدن، وارد اینجا شدن و همون و کسانی دیگری که به عنوان بورسی وارد اینجا شدن در این مسئله نسل جوانتری هستن که خیلی آشنایی کامل به کامپیوتر دارن. خب چه خواهد اتفاق میفته؟ وقتی به نظر سنجی میرسه اینها بیشتر دسترسی دارن، اینها بیشتر پاسخگو میشن. یعنی یک نظرسنجی سالمی نیست. سه تا نظرسنجی شده، به نظر من نظرسنجی حتما باید توش یک اصلاحاتی باشه. به این گونه نیست که 3 نفر 1000 نفر به قول خودشون در این نظرسنجی شرکت کرده باشن و ما اینو ملاک قرار بدیم بگیم خیلی خوب الان این تعداد انجام شده و اینو بکنیم نمیدونم علم مبارزات خودمون و بگیم که آره ما در اینجا داره کار نظرسنجی داره. از حرفی که دهن ما و نظرات کنگره خارج میشه چیزی است که از نظرسنجی بیرون اومده. بنابراین من فهم کنم اگه هر گونه نظرسنجی میشه باید یک برنامه‌ریزی مدون انجام بشه که تمام اقشار بتونن در این شرکت کنن و هر گونه نظرسنجی که به این گونه در بیاد و نایاک و نایاکی‌ها بخوان در شهر ما پرمود بشن و تجربیات این ما استفاده از این تجربیات اونا ما استفاده کنیم، از نظر من محکوم و غیر قابل قبوله. عذر میخوام زیاد صحبت کردم. خواهش میکنم. خیلی ممنون از هر دوی شما به خاطر وقتی که به ما دادید. من اینجا لازم به توضیح هست که این بحث رو اگر لازم باشه با دوستان دیگه ادامه خواهیم داد و بتونیم این بحث در واقع اختلافات و اینکه اهدافی رو که پشت پرده این که میتونه صدمه‌ای به جامعه ایرانیان کانادا برسونه رو بیشتر باز بکنیم. امیدوارم که شما رو در بحث‌های آینده داشته باشیم و سپاسگزار از شرکتون در این برنامه. سپاس از شما. فقط اگر بتونم من با چند کلمه دیگه این بحث رو خاتمه بدم. بفرمایید. شما صحبت‌های ما رو شنیدید. من همینجا از دوستان دیگه ای رو که هستند و در کنگره فعالیت دارن دعوت میکنم که حتی اگر حاضر باشن
با ما بشینن و بتونیم با همدیگه صحبت کنیم و بعد اجازه بدیم که چه ایرانیانی رو که خارج از کشور هستن یا هر کسی رو که به صحبت ما گوش میکنه تصمیم آخر رو اونا بگیرن. سپاسگزارم ازت. خواهش میکنم. من هم از طرف برحال همکارانم در رادیو پیام حاضر هستم که این گفتگوها رو به هر حال در مدیریتش باشم و کمکی باشه برای این مسئله. سپاسگزار از شما. سپاسگزار. با سلام به شنوندگان و بینندگان این برنامه، در ادامه گفتگو در رابطه با جلسه اخیر کنگره ایرانیان و ایرانیان کانادایان تورنتو امروز در خدمت آقایان رضا بنایی و بابک یزدی هستیم. آقای بنایی سلام دارم به شما، خوش آمد میگم. برای بار اولی که در برنامه رادیو پیام شرکت میکنید، خوش آمدید. اگر امکان داشته باشه برگردیم روی اون جلسه‌ای که 23 ژانویه در رابطه با مراسم خمینی و روز عاشورا بود. شما در اون جلسه اشاره کردید که مدارک مستندی دارین که اینها برنامه‌ریزی شده است و اینها در واقع حکومت اسلامی به نوعی پشتش است. میشه اینو قدری برای ما بشکافین؟ بنده هم سلام عرض میکنم، روز بخیر میگم به شما و بینندگان محترم این برنامه هر کجا که هستند. البته دوست داشتم که در ابتدا قبل از اینکه پرتاب بشیم به اون قسمت بحث یه مقدمه‌ای داشته باشیم، ولی خب به واسطه اینکه پرسشی کردید و الان ذهن بیننده ها و تماشا کننده های این برنامه روی اون متمرکز شده، من سریعا در ارتباط با این مسئله توضیح میدم. ببینید، در اون جلسه با توجه به اینکه یکی از موضوعات اون نشست در حقیقت مسئله برگزاری نمایشات خیابانی عاشورا، البته اونها مراسم عاشورا عنوان میکردن، در تورنتو بود، بنده با ذکر شواهد و قرائن و ارائه اسنادی سعی کردم که زوایای مختلف این برنامه رو به درستی بشکافم و برای مردم روشن بکنم، به خصوص کسانی که در اون نشست بودن. مسئله بسیار واضحه، ارگانایزر و سازمانده اصلی این مراسم همون گونه که در تصاویر هم مشخصه، نهادی است به نام هویز حسین یا حسین کیست. هویز حسین و حسین یا حسین کیست آنطوری که از روی تارنماش برمیاد، شما اگر برید و روی تارنمای این نهاد میبینید که عنوان میشه که در انگلیس یا لندن ثبت شده و در حقیقت از اونجا کارش رو شروع و آغاز کرده، ولی وقتی که من جستجو کردم و در حقیقت مقداری سعی کردم که بررسی بیشتر و کندوکاو و کاوش بیشتری بکنم، متوجه شدیم که اصلا این نهاد در حقیقت بر روی ابرهای اینترنتی ثبت شده، نه آدرسی در روی هوم پیج و یعنی خونه اصلی، صفحه اصلی این نهاد، نه آدرسی وجود داره، نه شماره تلفنی وجود داره و نام هیچ یک از در حقیقت مسئولین اصلی این نهاد هم دیده نمیشه در اونجا. و خیلی مضحک و خنده‌داره، در همون هوم پیج عنوان میشه که وقتی شما در مورد ما که هستیم اونجا بررسی میخواید بکنید که توضیح بدن که این نهاد در حقیقت کیا هستن، میبینید که عنوان میشه که در بیش از 60 کشور دنیا این نهاد عنوان شده که دارای شعبه است و نمایندگی داره. و خیلی خنده‌داره که نهادی که چنین ادعایی رو داره، نه افراد بنیانگذارش معلوم هست کی هستن و نه آدرسی داره و نه تلفنی داره، صرفا هر کسی هم میخواد باش تماس بگیره باید به صورت ایمیلی این کار رو انجام بده. خب این بسیار روشنه، کسانی که پنهانکاری میکنن و مخفی کاری میکنن اونم برای یه امر مذهبی. اگر واقعا امر مذهبی در میان هست و شما تبلیغ میخواید برای حسین ابن علی بکنید، خب این رو نیازی به مخفی کاری ندارید، میتونید اسامیتون رو مشخص کنید، مگر اینکه اهداف دیگری رو پشت نظرتون هست و در سر میپرورانید که نمیخواهید خودتون رو معرفی کنید کی هستید، نمیخواهید بگید منابع مالیتون از کجا تأمین میشه و میخواهید این پنهانکاری طوری هم دقیق رعایت بشه که در جاهای دیگه هم این دستتون رو نشید. خب این سازماندهی این نمایشات در حقیقت عاشورا یه همچین نهادی بوده. حالا شما میاید این یه دونه قرینه و یک دونه سند خیلی خیلی محکم که کسی که
خودش رو مخفی میکنه طبیعتا با جمهوری اسلامی ارتباطی داره که این کار رو داره سعی میکنه پوشش بده که دیده نشه. بعد شما مشابهت هایی رو که در این نمایش خیابانی میبینید از جمله هدبند ها و اون دستمال هایی که به سر بسته شده یا پرچم هایی که دقیقاً برای بسیجیان در تهران ما دیدیم در دست بسیجیان اون هدبند ها و روی پیشانی بسیجیان، کسانی که حمله میکنن به سفارت خونه ها، کسانی که حمله میکنن به تجمعات مردمی، همه این گونه آرایش و ظاهرشون رو حفظ میکنن. خب این قرائن و شواهد هم باز دوباره کمک میکنه به اینکه شما رد پای کسانی رو که در حقیقت سازمانده چنین برنامه‌ای هستن به راحتی میتونید مشاهده کنید. انسان بایستی خیلی خامندیش باشه و در حقیقت بخواد خودش رو فریب بده و گول بزنه که عکس ها و تصاویر این نمایش خیابانی رو عاشورا رو نگاه بکنه و بعد نتوانه مشابهت اون رو با آنچه که در جمهوری اسلامی و طرفداران اون در بیرون و درون کشور انجام میدن نتونه این تشابهات و این یکسانی ها رو ببینه. روی این اصل ما معتقدیم که چنین کاری که انجام شد عملا برگزار کنندش مشخصه کیه، چرا مخفی هست باز هم آن هم علتش خیلی روشنه، شرکت کنندگانش هم چه کسانی بودن شما به راحتی اینو میتونید ببینید که خب طی این چند سال عوامل رژیم اقوام، دوستان، آشنایان، کسان خودشون رو حتی فرزندان خودشون رو به خارج گسیل داشتن. ما اینجا میتونیم در همین شهر تورنتو یه چرخ که بزنیم با اسامی اینها آشنا هستیم. میتونیم شما نگاه بکنید ببینید که این افراد به نوعی در ارتباط با این تجمعات هستن. برای چه چنین کاری رو میکردن؟ علتش هم اینه که اینها به نوعی میخواستن به ابراز قدرت و وجود بکنن و طبیعیه اگر فرزندان اینها هستن در خارج آمدن بورسیه هستن پولی میگیرن، بایستی هر چند وقت به چند وقت اینجا تمرین و آزمایشی داشته باشن، خودی نشان بدن تا فردا که برمیگردن مملکت اونجا بتونن به شایستگی های خودشون رو بهتر و بیشتر نشون بدن. بنابراین ما بایستی به عنوان اپوزیسیون این حرکات رو محکوم بکنیم، چرا که حالا به اینجا میرسیم، این با منافع ایرانیان کانادا در تضاد کامله. یعنی برگزاری چنین مراسمی با این شکل و شمایل در تقابل مستقیم با منافع ایرانیان کانادا قرار میگیره. چرا؟ به خاطر اینکه ایرانیان کانادا مرزبندی و جدایی خودشون رو با هر گونه سمبل و نشانی که به نوعی تداعی کننده جمهوری اسلامی و اذناب و عوامل اون باشه نشون دادن. ایرانیان کانادا کامیونیتی هستن، صلح به دنبال صلح هستن، آرامش و در حقیقت صلح دوست و پناه آوردن در کشوری با قوانین آزادی خواهی و با قوانین بشر دوستانه در کمال در دموکرات ترین شکلش دارن زندگی میکنن و این نباید شما در واقع یعنی دارید به چالش میکشید ICC رو، چون بند اول تبصره های بند اول اساسنامه ICC دقیقا روی این تاکید میکنه که حفاظت امنیت ایرانیان کانادایی ها. دقیقا من نتیجه گیری که از اینجا میخواستم بکنم، شما کوتاهی فرمودید، اهداف اولیه ICC در همان عرض به حضور شما که بخش اولش حفاظت و نگاهبانی از منافع ایرانیان کانادا هست. حالا مشخصه که ایرانیان کانادا هیچ گونه منفعتی از نشان دادن اینکه به نوعی با حکومتی که به وسیله بخش اعظمی از جامعه بین المللی محکوم شده، آن هم به واسطه تجاوز به حقوق اولیه انسانی، به واسطه تجاوز به کشورهای همسایه به انواع گوناگون، دخالت در سیاستهای کشورهای دیگه و دخالت داشتن در کارهای تروریستی، منافع ما ایجاب نمیکنه که ما به نوعی همراه و همگام با این در حقیقت کشور و هم حکومت دیده بشیم. روی این اساس کشور که میگم منظورم حکومتگرانه، نه مردم ایران. مردم ایران از این مسائل به دور هستن. روی این اساس
این چون در تقابل با منافع ایرانیان کانادا قرار میگیره، کنگره هم اصلا نبایستی به این مسائل بپردازه، جدا از اینکه تازه کنگره در بند اولش میگه نهادی غیر انتفاعی، غیر حزبی و غیر مذهبی است. اصلا شما نمیتوانید سوژه‌ای به نام عاشورا رو که سوژه‌ای مذهبی هست بیارید دستور کار بحث برای کنگره بذارید، اونم برای نسبت آزادی با مسئولیت اخلاق. معلومه اینجا کشوری که درش مذاهب گوناگون، شما مسلمان ما در اینجا زیاد داریم، در تورنتو کانادا، از اقل کشورهای دیگه هم هستن، از پاکستانی ها هستن، از هندی ها هستن، عراقی ها هستن، ترک ها هستن، اونها هم چنین نمایشات خیابانی ترتیب میدن، اونها هم هدبند میزنن، اونها هم سنج و بوق و سرنا و نمیدونم این چیزا تو دستشون میگیرن، سلب آسایش مردم انجام میدن. نه، همه دارن مذهب خودشون رو توی مساجد خودشون، کارهای خودشون دارن به صورت آزادانه انجام میدن. این گونه نمایشات خیابانی فقط و فقط برای بهره برداری اغراض سیاسی و اون اهدافی است که جمهوری اسلامی مأمورین و پادوهای خودش رو در خارج کشور بسیج میکنه تا این چیزها رو ترتیب بدن. ما نباید چنین چیزهایی رو بخونیم. کنگره هم باید از این مسائل دوری بگزینه، و الان کنگره به عنوان در حقیقت سازمانی برای لابیگران اون وقت ازش یاد خواهد شد. بله، این برنامه هم دقیقا بعد از انتخاب جاستین ترودو صورت گرفت. اجازه بدید آقای یزدی رو به بحث خودمون وارد بکنیم. سلام دارم آقای یزدی، خوش آمدید به این برنامه. ما در اون جلسه در واقع اسنادی که نشون دادن یک پرزنتیشنی بود که سعی می‌کردن در رابطه با گوش کردن و اینکه متانت داشتن و همچنین بحث بر این بود که ما بیایم گفتمان در واقع فرهنگ گفتمان و صحبت کردن رو یاد بگیریم و در دستور کار قرار بگیریم بدیم. به نظر شما چرا کنگره چنین کاری رو کرد و اصولا اون اعتراضاتی که در اون جمع صورت گرفت دلیلش چی هست آقای یزدی؟ بله، من هم اول از هر چیز به شما و مهمان عزیزتون جناب بنایی سلام عرض میکنم، به بینندگان عزیزتون و تشکر از دعوتی که کردید. ببینید، به نظر من دو تا موضوع رو میشه باید از هم تفکیک بکنیم. یکی این کار دقیق حساس سیاسی مشکوک و بوداری که این دوستان کنگره، البته بخشی از دوستان کنگره این کار رو کردن، یکی هم مسئله حقوق بشر و دموکراسی و نمیدونم شلوغ نکنید و نمیدونم آزادی بیان و ایناست. ببینید، بعد از 30 سال کنگره ایرانیان ادامه اون انجمن ایرانیانی است که افراد سیاسی شهر همیشه توش حضور داشتن. حالا از یکی دو دوره دست کمونیستا بود، مدتی دست مجاهدا بود، دوره دست سلطنت طلبا بود، ولی همه، خود من 3 دور جزء هیئت مدیره انجمن بودم، خود آقای بنایی دور قبل رئیس هیئت مدیره بودن، ولی هیچ دور به طور مشخص و مستقیم کنگره به درستی وارد مسائل سیاسی مستقیم ایران نشده بود. اولین موردی است که می‌بینیم کنگره اومده وارد مسئله سیاسی شده، جلسه رو به بیرون گذاشته و اونم دو تا مسئله خیلی حساس که یکیش به اصطلاح سالگرد مرگ خمینی بود که برای خمینی به اصطلاح بزرگداشت گرفته بودن، و یکی هم طوری که آقای بنایی اشاره کردن اون عاشورای سازماندهی شده سراسری بود که جفت جمهوری اسلامی پشتش. طبیعتاً این کاری که اینا کردن، ببینید من اونجا هم توضیح دادم، اگر اینا میمدن جلسه میذاشتن راجع به حقوق بشر، راجع به مسئله مشکلات پناهندگی، زن‌آزاری، کودک‌آزاری، اینا چیز طبیعی بود. تو قرن 21 خیلی عقب هست که بیان به نام دموکراسی و حقوق بشر بخوان جمهوری اسلامی براش آبرو بخرن. اگر مثلا میگفتن جنایت جمهوری اسلامی، حالا جنایت نمیدونم نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی یک کارش میشد کرد، ولی اینا میان برای اولین دفعه جلسه میذارن. و جالب هستش که تو هفته قبلش ما رفتیم جلسه فرهنگیشون، گفتیم فکر نکنید که اینجا میشه به نام دموکراسی و جمهوری اسلامی را و لابیاش اینجا براشون آبرو بخرید. تو جریان بودن، به خاطر همین تو جلسه که اومدن، حالا من میپردازم بهش بعدن، یه گام به گام عقب نشینی کردن. اول گفتن که ما دموکراسی رعایت کردیم، طرفدار خمینی هم حق دارن بیان حرفش بزنن. بعد یه گام عقب نشینی کردن، گفتن که مردم از ما خواستن. باز معلوم شد خودشون گفتن نه، هیچکس مشخصا طرفدار خمینی نبوده و از ما نخواستن که راجع به خمینی مثلا چیز خوبی بگیم. به این مفهوم که گفتن خب پس کی گفته؟ این جسه اشباحی بودن
گویا از اون کسایی که دعوت کرده بودن خودشون جرأت نکردن توی جلسه حاضر بشن و حتی بزرگداشت خمینی هم توی این شهر یکی دو موری که گذاشت تن لبنانیا و پاکستانیا گذاشتن، ولی بالاخره اون اشباحی که فراخوان داده بودن یه دفعه گویا غیب شدن و خودشون گام به گام عقب نشینی کردن و دوردارشون افتاد. حالا از طرف دیگه ببینید اپوزیسیون تو اینجا شاخکاش تیزه توی تورنتو و متوجه شد که داستان چی است و اتفاقا تو اونجا خیلی محکم و یک پارچه ظاهر شد و هر کسی از موضع خودش چنان ظاهر شد که خود اینا یکی از اونوریا میگفتش که گویا ما با یک حزب برانداز سرنگونی طلب روبرو هستیم که به این مفهوم درست میگفت، علارغم میگه اونجایی که اونجا بودیم همه اپوزیسیون افراد مختلف نمیدونم جریانات مختلف ممکنه تعلقات سیاسی مختلف داشتن یا نداشتن، ولی همه یک پارچه بر علیه جمهوری اسلامی اونجا به قشنگی ظاهر شدن. بذارید من یک موردم راجع به این چیزی که این دوستان طیف، حالا من میگم طیفی که همیشه دنبال آخوند مدرن و مترقی میگرده، طیف طرفداران موسوی خاتمی دو خردادی نمیدونم اکثریتی توده ای همیشه دارن دنبال به اصطلاح آخوند مدرن و مترقی میگردن و همیشه تحت نام دموکراسی و حقوق بشر از اپوزیسیون طلبکار میشن، اپوزیسیون آزادی بده، اپوزیسیون دموکراسی بده، اپوزیسیون خشونت نکنه. هیچ وقت اینا رو از رژیم نخواستن. ببینید میخوام بگم این پدیده ای که اینا راجبش صحبت میکنه همه در ارتباط با دولت و قدرت و حاکمیت معنی میده. ببینید وقتی شما میگید آزادی، حقوق بشر، دموکراسی، تو ایران ببینید نصف جمعیت ایران که زنها باشن الان در تمام حاکمیت جمهوری اسلامی پوشش آزادی پوشش ندارن. خب این آزادی پوشش کی گرفته؟ دولت، حاکمیت، قدرت، پلیس، پاسدار. این طرف مزنا وقتی مقاومت کردن ببینیم اسید تو صورتشون پاشیدن، پونس پیشونشون زدن، کی زده باز، کی خشونت کرده؟ دولت. حالا میگه خب این شاید تو ایران است، مثلا نمیدونم مردم آزادانه میان تو خیابون، خیلی هم متمدنانه خواستشون رو میخوان به رگبارش بدن، نداها و سهرابا رو وجود میارن، قتلام 67 رو وجود میارن. ولی حالا تو ایران خیلی اوریان است. وقتی تو خارج میاد ببینید این دوستان مثلا میان جلسه ای میگیرن در ارتباط با بزرگداشت خمینی، گوشه تو مسجد کار خودشون رو میکنن. کی آزادی رو بهشون میده؟ باز دولت، قدرت. طبیعتا اپوزیسیون هم میاد چیکار میکنه؟ میره اعتراض میکنه، اعتراض سازمان میده، تظاهرات سازمان میده، افشاگری میکنه. بازم میبینیم که کسی آزادی کسی رو نگرفته. همین دوستان تو همینجا جلسه میگیرن که راجع به همین موضوع صحبت بکنن، از آزادی اینجا استفاده میکنن و اپوزیسیون هم طبیعتا جلسه عمومی و به اصطلاح رو به بیرون بوده حاضر میشه و اعتراض و به اصطلاح افشاگری میکنه. جالبش اینجاست که تو همونجا وقتی یکی از قربانیانش میره تو اون جلسه، افرادی بودن که بین 2 سال تا 10 سال زندان بودن، به اصطلاح شلاق رژیم بر تنشون احساس کرده بودن، شکنجه رژیم رو احساس کردن. توی همچون جریانی، توی همچون جایی طبیعتاً اینا باید این آمادگی رو داشته باشن و حتما بدونن کسی که سالها زندان رژیم بوده و شلاق رژیم خورده اونجا میاد احساساتی صحبت میکنه و به درستی حرفای منطقی میزنه. و در همونجا باز میبینیم دوستان این به اصطلاح سنت عقب مونده جهان سومی که هر وقت یه جا منطق کم میاره پلیس خبر میکنه یا سکیوریتی خبر میکنه، این دوستان باز اونجا هم همین کار میکنن و به آلت به اصطلاح به عامل خشونت اینا متوسل میشن. رفیقمون داشته اونجا به اصطلاح بحث میکرده، افشا میکرده، جنایت جمهوری اسلامی رو مطرح میکرده. ببینید یه موضوع دیگه من اینجا بگم، تو همین پارلمان کشورهای اروپایی و همیشه مشخصا کانادا میبینیم که احزاب مخالف در پارلمان رسما دارن همدیگه رو به اصطلاح افشا میکنن، همدیگه رو به اصطلاح موازه همدیگه رو باز میکنن، هو میکنن، داد میزنن، اون طرف هم کف میزنه، هیچ کس هم نمیگه آزادی بیان لغو شد، پلیس خبر بکنه و متمدنانه دارن چیکار میکنن؟ کار سیاسی میکنن، بس سیاسی میکنن. این دوستان از اونا یاد نمیگیرن. یا یه مورد دیگه من لازم است اشاره بکنم، ببینید وقتی آقای مندلا از زندان آزاد شد و صورت دولت اونجا رئیس جمهور شد توی آفریقای جنوبی، کانادا دعوتش کردن اومد اینجا و توی اسکایدوم، اون میدان بزرگی که الان راجر سنتر بهش میگن، اینجا اومد و برای مردم قرار بود صحبت کنه. مندلا وقتی وارد شد باور کنید چند دقیقه مردم تشویق میکردن، کف میزدن و ابراز احساسات میکردن و اصلا مندلا نمیتونه صحبت کنه به خاطر ابراز احساسات. مندلا صحبتش تموم میشه، نخست وزیر وقت کانادا که آقای برایان مارونی بود اون وقت از حزب محافظه‌کار، ایشون میخواد صحبت کنه. وقتی وارد صحنه میشه همین هزاران نفری که داشتن مندلا رو تشویق میکردن برای مدت زیادی هوش کردن، نخست وزیر مملکت رو نمیذاشتن صحبت بکنه و هوش میکردن و
وقتی که بالاخره نخست وزیر شروع به صحبت کرد گفتش که این از برکت دموکراسی، زیرکانه ولی به درستی گفت این از برکت دموکراسی است و به نظر من دقیقاً درست میگفت. این دوستان اگه میخوان دموکراسی یاد بگیرن و به سر اپوزیسیون خالی نکنن، از اپوزیسیون طلبکار نشن، یاد بگیرن که دموکراسی یعنی هر کسی ابراز احساسات بکنه، حرفشو بزنه، بحثشو بکنه، منطقشو بگه. این دوستان همیشه چماغ دموکراسی شونا روی اپوزیسیون خالی میکنن. یک مورد نشده که این دموکراسی ها را، این حقوق بشر ها را، این آزادی بیان را از جمهوری اسلامی طلب کنن. طبیعی است که وقتی مردمی قربانی رژیم شدن، شکنجه شدن، ببینید یه تفکیک دیگه هم باید شد به نظر من بین خود مزدورای رژیم یا مثلا رهبران رژیمی که دستشون در خون مردم آغشته است، طرف مثلا فرض کنید آقای فلاحیان، آقای مرتضوی بخواد بیاد اینجا و براش سخنرانی بذاره، این دیگه خود به قول گفتن خیلی لوسه. طبیعتاً اپوزیسیون میره و میگه اینا جانی هم باید تحویل جمهوری اسلامیش داد. ما سیاست ما همیشه این بوده که با رژیم جمهوری اسلامی مبارزه میکردیم، بین برده و برده‌دار، به اصطلاح بین زندانی و زندانبان بحث دموکراسی یکم لوسه. اینا باید نمیدونم فقط توازن و قواست که نشون میده. ببین تو همین جلسه اگر همچون جلسه ای تو ایران تشکیل شده بود، تمام این به غیر از اینکه دو نفری که اونوری بودن، همه رو رژیم دستگیر میکرد و زندان میکرد و شلاق میزد و شاید اعدام میکرد. چرا؟ چون توازن و قوا اینجا به نفع اپوزیسیون بود. طبیعتا همه اینا باز متمدنانه صحبت کردن و بحث کردن. بنابراین بحث این است که این لوس بازی که تحت نام دموکراسی و حقوق بشر رو درست میکنن، ما با جمهوری اسلامی مبارزه میکنیم، بحث دموکراسی نداریم. ولی اپوزیسیون را طبیعتاً مثلا ما راستا افشا میکنیم، طیف توده ای اکثریتی راستا را، و بین نیروهای اپوزیسیون و چپ ها همدیگر نقد میکنیم. حرف حق طبیعی است. من ممکنه با آقای بنایی همدیگر قبول توی موردی با هم اختلاف نظر داشته باشیم، همدیگر نقد میکنیم، خیلی طبیعیه. ولی ببینید تو یه جای حساسی، یه ظرافت خاصی هم هست. مثلا همون به اصطلاح طیف راستن وقتی میبینن که مردم تو مثلا اینا جلوی صندوق انتخابات آقای فرخ نگهدار کراوات زده و چیز سبز پوشیده و داره میره به آقای موسوی رأی بده یا به آقای روحانی رأی بده، طبیعی است که اونجا دیگه اونایی که قربانی رژیم شدن موضوعم خطابش میکنه. بنابراین میخوام بگم این دوستان وقتی پی یه چیزی رو به تنشون میمالن و میخوان تحت عنوان دموکراسی، جمهوری اسلامی و لابیگری، و اگر این جلسه ببینید این دوستان درس خوبی گرفتن، اگر این جلسه به نفع اونا بود، باید پس فردا جلسه میذاشتن که سفارت رو باز بکنیم، یه جلسه رسمی میذاشتن که از سفارت رو باز کنیم. درسی گرفتن که توی تورنتو حداقل اپوزیسیون علیرغم همه اختلافاتش یک پارچه در جلوی جمهوری اسلامی و لابیاش ظاهر میشه. ببخشید یکم طولانی شد. خواهش می‌کنم، خیلی ممنون. آقای بنایی، یکی از در واقع گزارش‌هایی که از اون جلسه اومده بود، عکس شما رو نشون میده در با مشت گره کرده، شما در حال تظاهرات بودید اونجا. بله، ببخشید من در باز ادامه صحبتایی که قبلا کردم میپردازم به این مسئله شما. خواهش می‌کنم. ببینید موضوع نشستی که این دوستان گذاشته بودن نسبت آزادی با مسئولیت و اخلاق بود، و مشخصا هم دو تا، یکی مسئله بزرگ داشت خمینی و نمایش عاشورا، دو تا سوژه‌ای بود که اینها برای این کار تعیین کرده بود. از نظر یک ماهیت و اصول این مخالف اساسنامه کنگره بود، برگزاری چنین نشستی با چنین صورت جلسه ای، که این رو من تا یه حدودی باز کردم در بخش اول صحبتم. و دلیل دیگه‌ش هم باز اینه که به طور کلی در دو جنبه، یکی در جهت تقابل اون با منافع ایرانیان کانادا که کنگره مسئولیت داره در مقابلش، این مسئله در حقیقت عنوان شده بود، و دومیش هم این که کنگره یه نهاد غیر مذهبی است، اصلا در مورد مسائل مذهبی باید فاصله بگیره، واردش هم نشه، حالا تحت با هر محملی و با هر پوششی که میخواد به این داستان بده. مسئله دیگه اینه که اتفاقا در آغاز جلسه این مسئولین برگزاری جلسه اومدن گفتن که به ما نامه ای نوشته شده و درخواست شده. نه نام نگارندگان نامه مشخص شد کیه، و اونجا حتی گفتن بخشی از اعضای هیئت مدیره هم دنبال این ماجرا بوده و درخواست برگزاری چنین جلسه ای رو داشته، که اتفاقا همون اعضای هیئت مدیره هم غایب بودن. چرا اعضای هیئت مدیره در جلسه شرکت نکردن، اونهایی که به اصطلاح پشتیبان چنین مسائلی بودن، و چرا اون افرادی که در حقیقت از کنگره درخواست این رو کرده بودن نیومدن؟ اولا بخشی از اون افراد اصلا عضو کنگره نیستن، کنگره در قبال اعضاش مسئولیت داره، نه در قبال افرادی که اصلا عضویتی در کنگره ندارن. اینه که حتی در این مورد هم این اهمال شده بود، افرادی رو که من میشناسم چون روی فضای مجازی فقط اینا تردد دارن، اونها دنبال این کار رو گرفته بودن، اینا عضو کنگره نیستن و
درخواست چنین برنامه‌ای رو کرده بودن. پس از نظر ماهوی و اصولی کنگره نباید وارد این داستان می‌شد. در مورد عرض به حضور شما که مسئله سوژه ها هم چون بحث بزرگداشت خمینی اینقدر مسئله روشن بود، حتی ایرانیان هیچ کسی، اونایی که پادوا و کارگزارای رژیم تو این شهر هستن، هم در اون جلسه‌ای که در شمال شهر تورنتو بود حضور به هم نرسوندن. اینا مجبورن از یکی دو تا پاکستانی دست سوم چهارم استفاده بکنن برای اینکه همچین جلسه ای رو بذارن. طبیعیه که اینا نمیومدن تو این جلسه، اومدن چیکار کردن؟ یکی دو تا، حتی یکیشون اومد و متواری شد و رفت، چون یارای مقابله کلامی رو با افرادی که نسبت به حکومت و جمهوری اسلامی دارای مواضع مشخص هستن ندارن. مظلوم نمایی و در حقیقت نشستن در فضای مجازی کار اینهاست. در فضای حقیقی در اینها یارای برابری و مقابل ما نشستن رو ندارن. چرا؟ چون ما حرفمون یه حرف حق و یه حرف صحیح و اصولی هست، اونا حرفی برای گفتن ندارن. بنابراین غایب شدن که بعد برن حالا چی بگن؟ بگن در این جلسه خشونت کلامی بود. خشونت کلامی رو هم چیکار کنن؟ حالا برمیگردم به اون فرمایش شما در ابتدا. اومدن عکس بنده رو، من دستم بردم بالا سوال کنم، انگشت من رو مثلا رو توش بکنم، قطع بکنم. شما سوال رو که بنده اینجوری کردم، چون همه اونجا شاهد بودن و دیدم من چه با چه آرامشی و با چه متانتی هم صحبت میکردم، انگشتم رو بردم بالا که اجازه بگیرم انگشت من رو قطع کنی، شما تبدیل به مشت میشه دیگه. خب شما تصور بکنید این بازی های سخیفانه و در حقیقت کارهایی رو که حکومت در ایران به نوعی با مردم انجام میده، اینها فکر کردن که اینجا در خارج از ایران هم میتونن انجام بدن. 70-80 نفر که تو اون جلسه بودن سخنان بنده رو شنیدن، فیلمش وجود داره، حرفش، حرفایی رو، گفتهایی رو که من گفتم، آقای مریدی گفت، دوستان دیگه گفتن، اینا به اون صورت برداشتن و سعی کردن که شکل دیگه‌ای بهش بدن. اما اون چیزی که واقعیت و حقیقت داره اون اینه که یک، آنها پول و سرمایه گذاری، یعنی کسانی، کنگره الان در حال حاضر متاسفانه یه مقدار زیادی به وسیله لابی جمهوری اسلامی تا حدودی نفوذ پیدا کرده درش و بعد داره تحت تأثیر قرار میده و بخشی از این افراد داخل هیئت مدیره هم به دنبال این جریان در حقیقت روان شدن. علتش هم اینه که اینها در گذشته وقتی بهشون هشدار داده میشد که شما در کنار اینها قرار گرفتنتون شما را به یه سمت و سوی خواهد بود که فردا پاسخگو نتوانید بود، الان دارن این رو به چشم میبینن، منتها یه مقداری تا حدود زیادی دیر شده. علتش هم خیلی روشنه، پول و هزینه زیادی رو برای این کار جمهوری اسلامی هزینه داره تو این شهر میکنه، روزنامه ها، افراد مختلف، بعد بستگان اینها تو این شهر وجود دارن و فرزندانشون هستن تو این شهر. حالا لازم شد من اینا رو با ذکر آدرس دقیق، نام افراد، یک به یک براتون میشکافم. تا حدود زیادی کمک عناصر بینابینی، اونایی که در منطقه خاکستری قرار میگیرن، همونهایی که در داخل خود کنگره صندوق نمادین برای حسن روحانی توی این شهر گذاشتن، همونها هستن که در حقیقت با لابی جمهوری اسلامی دست همکاری دادن و کنگره رو الان دارن به اون سمتی میبرن که با منافع ایرانیان کانادا در تقابل و تضاد آشکار هست. منافع ایرانیان کانادا به خصوص پس از تصویب قطعنامه معروف 5 ژوئن 2013 مبنی بر محکومیت جمهوری اسلامی و دستندرکاران کسانی که کشتار زندانیان سیاسی رو در سال 67 در حقیقت مرتکب شدن و اون رو جنایت علیه بشریت قلام داد کردن و ماهیت جمهوری اسلامی در به اصطلاح که شناخته شده در جبهه بین المللی در تمام بین کشورها، منافع ایرانیان کانادا ایجاب نمیکنه که ماها رو در کنار جمهوری اسلامی بسنجم. برای همین البته من نگرانی هم در این ارتباط ندارم. شما ببینید اینا این همه تلاش میکنن، حتی پتیشن change.org این طرف اون طرف رفتن، 200 نفر، 150 نفر مردم هوشیارتر از آن هستن. ممکنه به واسطه خطراتی که جانشون رو و رفت آمدشون رو تهدید میکنه در کنار من و شما خیلی اوریان قرار نگیرن، ولی مردم آگاهند. دهان کسی که باز بشه میخواد پشتیبانی بکنه، لابی بکنه، ادوکسی بکنه از جمهوری برای جمهوری اسلامی، مردم بلافاصله تشخیص میدن
خرجشون رو با این افراد جدا میکنن. بله خیلی متشکرم. آقای عزیز شما هم همین اعتقاد رو دارین؟ دقیقاً. ببینید بخش خیلی خوبی را آقای بنایی اشاره کردن که این دوستان به اصطلاح با بهانه‌های مختلف کارای کردن. متأ یه موردی که باید بازم تاکید کرد و بازم گفت این هستش که تو تورنتو اپوزیسیون قوی است. رژیم مثلا در جای دیگه صندوق انتخابات هم میذاره. ما اینجا مشخصا یک مورد صندوق انتخابات خاتمی گذاشتن و رفتیم اونجا و کاری کردیم که دیگه اینا دیگه برنامه برای چیز نگذاشتن، برای صندوق انتخابات نگذاشتن. الان انتخابات در پیشه، باید گفته که مزهکه انتخابات را دقیقاً باید افشا کرد و اسم انتخابات زیاد است براشون. ببینید یه سری مواردی هستش که ما گفتم ما با جمهوری اسلامی و مزدورای مستقیمش بحث دموکراسی و حقوق بشر و چیزا نداره، بحث مبارزه است. ببینید سفیر جمهوری اسلامی اونجا اومد توی هتل شرایتون سالها پیش تو سرمای زیر 30 درجه و برف و بوران ما رفتیم و اعتراض خیلی محکمی را سازمان دادیم و کاری کردیم که اتفاقا اینا مجبور شدن سفیر رو از در پشت فراری دادن. میخوام میگم وقتی سفیر میاد اینجا دیگه بحث دموکراسی و حقوق بشر با اینا نمیشه که اینا تو ایران زندان میکنن، اعدام میکنن، شکنجه میکنن، وقتی میان اینجا پوز دموکراسی میدن. ولی اتفاقا تو این جلسه خودتونم حضور داشتید، یکی از خیلی صحبتای خیلی عالی و با متانت و ریلکس و خونسرد آقای بنایی کرد، خود شما کردی، آقای مریدی کرد و اتفاقا این دوستان اگر واقعا جرأتش دارن بیا بحثایی که اتفاقا شما خیلی با متانت همون بحثا رو ممکنه تو دیگران هم کردن با احساس، ولی متین ترین بحثی که اونجا شد خود شما کردی، آقای بنایی، آقای مریدی. خب اینا رو بیان انعکاس بدن. چرا انعکاس نمیدن؟ محتوای بحث مهم است. محتوا این بود که اینا میخواستن یک کاری را بکنن و موفق نشدن و توازن قوا اینجا اجازه نداد. من گفتم توازن قوا، ببینید ما اگر تو این شهر مثلا میخواستن برای هیتلر برنامه بذارن، مثلا بزرگداشت هیتلر، اصلا هیچ کس جرأت همچین کاری نمیکنه، حتی بکنن نمیدونم دولت اجازه میده نه. ولی این میشه کمکاری ما به حساب آورد که هنوز اینا خود ایرانی‌ها که نه، ولی مثلا لبنانی‌ها جرأت میکنن و این اجازه رو به خودشون میدن. بخشن هنوز خمینی به شکل باید و شاید افشا نشده، شاید این بعد از مرگ به اصطلاح بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی است که جنایات کامل رژیم افشا میشه و تا زمانی که رژیم هست منافع سیاسی اقتصادی بخشن باعث میشه که خود به اصطلاح دولت ها اجازه به این کار ندن. ولی حتی این کمکاری را میشه بخشن به حساب خود اپوزیسیون گذاشت که جمهوری اسلامی را به قدری که لازم بوده افشا نکرده، ولی همین حدی هم که افشا کرده اینا ببینیم که خود ایرانی ها جرات نمی کنن این کارا بکنن، میندازن با اینکه رژیم پشتش هست، ولی میندازن در لبنانی ها و نمیدونم پاکستانی ها. ولی تو اونجا جلو همون اعتراض هم ما یک اعتراض سازمان یافته بیش از 1000 نفر شرکت کردن، انواع به اصطلاح اپوزیسیون از راست تا چپ، ولی یک پارچه بر علیه رژیم شرکت کردن و اونجا هم دوزارشون افتاده بود. این دوستان خودشون تقریبا متوجه شدن، ولی به نظر من اینجا میخواستن یه مزنه، یه مزمزهی بکنن ببینن که بالاخره میتونن به اصطلاح بین اپوزیسیون باز بیشتر اختلاف بندازن، که اتفاقا عدو شد سبب خیر و این خودش باعث شد که اپوزیسیون علیرغم هم ممکنه اختلافی که داشته باشه اینجا یک پارچه و متحد ظاهر شد. و بحث من همینه که این دوستان اگر واقعا شامتشو دارن عکس آقای بنایی رو با اون انگوش بگذارن، ولی بحثش هم بکنم بگم آقای بنایی با این بحثا رو کرد و کل فیلم از اول تا آخر کامل بذارن، همون افشای خودش رو خرج. بله آقایان بنایی و یزدی خیلی ممنون از شرکتتون در این برنامه. جانم بفرمایید. بله بفرمایید. ببخشید من خیلی سریع میگم. یه نکته دیگه هم که بنده باید اشاره کنم اون اینه که کنگره از سال 2012 تا 2015 که در دست جناح مترقی و افرادی که تا حدود زیادی سعی و تلاششون بر این بود که نهاد کنگره ایرانیان رو همونگونه که شایستش هست به صورت نماینده واقعی ایرانیان کانادا در بیارن، یه دوره بسیار بسیار خاصی رو سپری کرد. یعنی درخشانترین دوره کنگره ایرانیان کانادا در همین 3 سال هست بنا به شواهد و مدارک مثبته. شواهد و مدارک مثبت هم در حقیقت اقبال عمومی است که از کنگره میشد. ما نشست‌هایی رو در سالیانی که خدمتون عرض کردم برگزار کردیم که بین 300 400 800 900 نفر در این نشست‌ها از مردم حداقل جی تی ای یعنی داخل تورنتو بزرگ، کلان شهر تورنتو، در این نشست‌ها شرکت می‌کردند. چرا؟
به خاطر اینکه کنگره به سمت مسیر صحیح خودش پیش می‌رفت. آقایان با هیاهو و جنجال از سال گذشته آمدن دوباره کنگره رو مدیریتش رو حالا تحت با یه شرایط ویژه‌ای که حالا بعداً فرصتش هست من توضیح خواهم داد، اومدن مدیریت کنگره رو در دست گرفتن. بازدهی چی بوده؟ برنامه‌ای که گذاشتن حد اکثر 70-80 نفره بوده، حالان که ادعا دارن که تعداد اعضای کنگره افزایش پیدا کرده. اگر تعداد اعضای کنگره افزایش پیدا کرده که رکورد و آمار هم چنین چیزی رو میگه، ولی باز این رکورد و آمار شبیه چیه؟ شبیه همون در حقیقت ثبت اون نهاد هوسنکیست که در دنیای مجازیه، اون ثبت نام اعضا هم به صورت مجازیه که من حالا باز هم توضیح خواهم داد. اینی که کنگره در حقیقت ارزشش و اعتبارش فرو کاسته شده و من خدمت شما بگم اتفاقا یکی از اهداف اساسی جمهوری اسلامی در خارج از کشور نابودی و متلاشی کردن نهادهایی است که بتونه شخصیت واقعی ایرانیان رو نشان بده و آنگونه که هستن که میبینیم چه کسانی هم هستن و دقیقاً یه چرخی توی شهر شما بزنید، آیا مردم اینجا دنبال پلوخوری و سینه زنی و مردم از همه این چیزا متواری شدن فرار کردن حالا بیان اینجا این همچین کارهایی رو بکنن؟ طبیعتاً نیست. پس نگرش و سمت و سوی دیدگاه های ایرانیان کانادا هم به صورت مترقی است. برای اینکه اینها متشکل نشه، برای اینکه اینها همصدا نشه، پرقدرت نشه، احیانا خطراتی رو که جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه اینها تهدید نکنه، میان چیکار میکنم؟ میخوام متلاشیش کنم. تلاشی کردنش هم چجوریه؟ برن توش اینو مهر این پیدا بکنه که این به نوعی وابستگی به جمهوری اسلامی داره، مردم داخل اینجا دیگه نمیرن اصلا، اقبالشون نمیدن. پس اون وقت چی میشه؟ هدف اینها تعمیل شده از این با. من این رو میخواستم توضیح بدم چون این واجب. بله، خیلی ممنون از هر دوی شما و امیدوارم که در آینده هم در خدمت شما باشیم. بسیار سپاسگزارم. با تشکر از شما. رادیو پیام تنها رادیو فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت هالیفاکس 10 شب تهران روزهای شنبه به مدت 2 ساعت روی طول موج FM 88.1 به روی آنتن می رود. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه‌های گذشته به وبسایت ما www.radiopayam.ca مراجعه کنید. Tune in to CKDU 88.1 FM every Saturday from 2:30 to 4:30 p.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit radiopayam.ca. گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را ز میان. از نو فلکی دگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان.